به نام هستی بخش یکتا با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، دوستانی که در زمینه تیکای شخصیتی مسائلی رو اومده و برخورد دارن یا داشتن تا حالا دستشون بلند کنند. بله، اونهایی که رفع و رجوع شده، اونایی که هنوز درگیر هستند. خب بله، خیلی ممنون. بله بله، قرار بود که این کارا بشه. یک مسئله که داریم، فکر میکنیم که از کسی مشکلی نداریم یا خیلی ها رو به حساب خودمون بخشیدیم، درسته؟ ولی اینجا وقتی که این ماجرا میاد رو، یه دفعه میبینیم که نه، اینا همه رفتن تو انباری، هیچیش بیرون نریخته، همه رو ما ریختیم توی یه انباری. در انباری رو واکنی، یه در همه میرسه رو. یعنی ببینید، ما در یک جایی ناخودآگاه هی چوبلای چرخ ما گذاشته میشه، خودمون نمیدونیم ماجرا چیه. ناخودآگاهی داره کار خودشو میکنه. شما یکی دلخور بودین 10 سال پیش، هنوز اونجا اون داره کار خودشو میکنه. جلو چشم اومده. ببینید، در حالی که اسما فکر میکردیم که با کسی حساب کتابی به اون صورت نداریم، حالا فوق و شاید بگن، میگیم یکی 2-3 نفر هستن، معمولا هر کسی میکنه پرونده های آماده مفتوی رو داشته باشه، مال یکی 2-3 نفر. ولی وقتی در انبار رو باز کنیم، میبینیم که نه، ما یک عمر اینا رو فقط بل اجبار دادیم، رفتیم اون تو، در هم به زور بستیم، پشتم چیز کردیم، درش هم قفل کردیم، همه اینا اونجا محفوظه. حالا از زاویه های مختلف، این از زاویه بخشش، از زاویه ظلم، مفهوم ظلم و خلاصه این قضایه که لازم هست خودمون رو بشناسیم و بدونیم که نه، ماجرا از یه قرار دیگری است و یه ماجرای دیگه‌ای واقعا در کار هست. چند تا سوالی که سوال‌هایی است که تقریبا در ابتدای مسائل در خیلی وقت قبل‌ها می‌بایستی بهش پاسخش می‌رسیدیم. برای همینم هم حالا که محبت کردن دادن، برای همینه که لازمه یه بررسی روش بکنیم. آیا اگر خدایی را اگر کار خدایی را درست و با معرفت انجام دهیم، مثل نماز خواندن، قرآن خواندن، حج و فلان فلان، به ما حمله می شود؟ خب جواب، اصولا این قانون بود، قانونه. آیا شبکه منفی باید مثل ما رو نگاه میکنه که شما جلو چشش اینجوری را بدیم به سمت مثلا کمال بریم؟ اگر این کار رو بکنه، اگر یعنی واسه بر ما رو نگاه بکنه، آیا در انجام مأموریت سهل‌انگاری نکرده؟ اونم مأموریت داره، باید بپره پای ما رو بگیره، باید کمر ما رو بگیره، ما داریم خودمون رو میکشیم جلو، اونم کمر ما رو گرفته. انجام مأموریتش اگر بخواد سهل‌انگاری نکنه، مثل ممتحنه، ممتحن واسطه بالا سر، مثل شم واسطه بالا سر دانش آموزه، دانش آموزه همش تو دلش داره میگه که ای کاش خفش میکردم، اونم میر غضب واسطه اونجا، در حالی که مأموریتش رو داره انجام میده، واسطه اونجا که این سر کلش رو نتونه به جنبونه. ما هم ممتحن در این، در واقع اونم نقش اینو داره که ما رو امتحان کنه. ببینه شما اگه یه خورده سخت جلو پات ظاهر شد، بازم میری؟ چقدر میخوایش؟ چجوری میخوایش؟ و همه اینها بایستی اون هم این قانونه. آیا قبول کردیم قانونه یا قبول نکردیم قانونه؟ باید باشه یا نباید باشه؟ خب حالا شما وقتی که میخوای بیا یه کار مثل نماز رو انجام بدی، اگه نیست که خب واکنشی هم نداره، چون تو حرکت نکردی استحقاق نیست. وقتی حرکت کردی، زمین در مقابل حرکت ما استحقاق نشون میده،
هوا در مقابل حرکت ما مقاومت نشون میده، ولی وقتی وایستادیم نه، صفر. استکاک صفر، مقاومت صفر. خب بنابراین وقتی که میخوای انجام بدیم به دو دلیل، این دلیل نظریش، دلیل دیگرش عملی است. عملا شما میبینید که حمله رو احساس نمیکنید، حمله نیست. پس تجربه خودش علم داره به ما میگه که هست، خودش داره داد میزنه که من هستم. این از نظر تئوری کار که ما بین دو تا قطب گیریم، این ور اون ور، اون ور بریم این میکشه، اون ور بریم این میکشه، درست شد؟ که معلوم بشه ما چطوری میخوایم به اصطلاح قضیه رو دنبال بکنیم. اگر این چنین است، پس خدا باید حفاظ مربوط به این مسائل را به همه میداده، چون حفاظ دهنده است، یا حفیظ و یا حافظ. خب چرا این حفاظ را نداده و فقط ما میتوانیم از طریق شما این حفاظ را داشته باشیم؟ این حفاظ رو انسان از روز اول، از ازل داره، نمیتونه ازش استفاده بکنه. و بعد یه مسئله اینجاست که قرار ما یه سری چیزها رو کشف بکنیم، قرار یه چیزها رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. ببینید مثلا میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، نمیگه که این کتاب رو بخونی متقی میشی، میگه این کتاب رو کسی بیاد بخونه که متقی باشه. متقی یک شرایط اولیه رو کسب کرده باشه. متقی میدونید؟ یکی هم مفاهیمش رو میگیم، دوستان لطف بکنن تحقیق بکنن. خب خب یه سری شرایط هم اونجا اومده، یه سری شرایط هم اونجا اومده و بعد اصلا راجع به مفهوم خود متقی دوستان چه اطلاعاتی دارن؟ خود تقیه و متقی و تقوا، خب یه تحقیق دوستان بکنن. پیشنهاد میکنم این تحقیق رو بکنید، نتایجش رو با همدیگه بررسی میکنید. ما داریم، ما معنا رو داریم میگیم و بعد یه سری چیزا اونجا گفته که الذین یؤمنون بالغیب، گفتیم پایان اینه که دیگه الان ما به مسائلی نادیده بتونیم چیکار بکنیم، بتونیم باور داشته باشیم، بدونیم یک حقیقتی هست، اون حقیقت رو پیگیری بکنیم. یقیمون از صلات، مقیم اتصال بشیم. حالا از نظر ما اینطوریه، مقیم اتصال بشیم و مما رزقناهم ينفقون، و از اون روزی خودمون انفاق کنیم، روزی زمینی، روزی آسمانی. اینجا رو ما دیگه تفکیک کردیم، تفکیک میکنیم. قبلا ذهن ما فقط به سمت روزی زمینی می اومد، الان دیدیم که روزی آسمانی، اصل ماجرا سر روزی آسمانیه. و خلاصه کلام اینه که همه اینا رو که میچینیم و دنبال میکنیم، میایم میبینیم که، و بحث دیگه بحث ظاهر و باطن، حرکت از ظاهر به باطن یکی دیگه از مسائل است که اگر پذیرفته باشین و هر چه رو که اونجا برخورد میکنیم میبینیم یه ظاهر، و در انتها باید به باطن بریم. وقتی میگیم اعوذ بالله، ظاهر داره، باطنش
یه چیزی باید باشه. و یه آیه هم هست که میگه ما نیافریدیم کسی رو مگر اینکه حفاظش رو قرار داده باشه. خب من الان حضور ذهن ندارم آدرسین، ولی دقیقاً ترجمه آیه اینه، نیافریدیم کسی رو مگر اینی که بر او حفاظ گذاشته باشیم. حفاظ رو داریم، اتصالش رو نداریم. حفاظها رو داریم. دوستان اگر حضور ذهن رو این آیه که خدمتتون عرض کردم دارن، میتونن راهنماییمون بکنن در این خصوص. این آیه دقیقا میگه که ما نیافریدیم مگر حفاظهاشو داده باشیم بهش. خب بنابراین بر اون حفاظات تعریف شده است، تعریف شده، فقط اتصال بهش وجود نداره، اتصالش نیست. که وقتی ما میایم تو زمینه ماجرای اقم الصلات، مقیم اتصال شدن، کاربرد حفاظش پیدا میشه. و بعد همونجا هم او بحث استفاده از حفاظش هم چی میشه؟ مشخص میشه. مثلا شو حفاظهای مقاطع مختلف مثلا جنگ کلاسیک مشخصه، تعریف شده است. مثلا اگر ما در چیز جنگ شیمیایی قرار بگیریم، تجهیزاتی میخواد که در یک جنگ کلاسیک فرق میکنه. قدیم که شمشیر و اینا بوده فرق میکرده، حفاظش زره بوده، ولی الان اون زره نیست، یه تبدیل به یه چیز دیگه شده. اگر ما جنگ هسته‌ای رو قرار باشه تجربه بکنیم، حفاظهای در برابر یک جنگ هسته‌ای یه چیز دیگه میشه، یه تعریف دیگه داره. بنابراین در اینجا هم به همین صورته، هر کاری که میخوایم بکنیم حفاظهای خاص خودشو داره. و حالا دوستان ما تو دوره هفت دارن حلقه اعوذ بالله رو دارن تجربه میکنن و حفاظش رو تجربه میکنن. گزارشاشون رو شما باید بشنوید، مخصوصا چند تا از دوستامون که محققین قرآن و اینا هستن و قبلا هم این کارو میکردن در شرایط عادی، الان با شرایط جدید میکنن. باید بیاد گزارششون رو بشنوید، ببینید چقدر تغییر قضیه است. لذا چه در تئوری و چه در عمل ما باید به یک مفاهیمی برسیم. حالا انشالله دوستان کمک بکنن، یاری بکنن، ما همین استناداتشو خدمتون عرضه میکنیم تا ببینید تمام اینها مستنده، تمام اینها تعریف شده، یه چیز جدیدی نیست از نقطه نظر به قدمت تاریخ. شاید در کتاب مقدس عهد عتیق هم بریم ببینیم این صحبت ها شده، فقط موضوع رسیدن به اون مطرحه، نه استفاده کردن از اون مطرحه. به ما، برای ما تعریف شده، حفاظ برای انسان تعریف شده، فقط حالا کی استفاده بکنه، کی استفاده نکنه، آیا چیز بکنیم، اینه. و قرار بوده که تعریف بشه، ولی ما روز زمین پیداش بکنیم. خب ما اگر که از بعد به تولد حفاظ دار باشیم دیگه به ما حمله ای نشه، خب این چی میشه؟ خب دیگه ما از این بر اومدیم محفوظ، از اون برم از دنیا میریم محفوظ، دیگه خطری ما رو تهدید نمی کنه. ما در معرض سقوط قرار نمی گیریم، ما در معرض مسائل قرار نمی گیریم. خب همه چی؟ ولی قراره که خیر، ما بدون حفاظ به دنیا بیایم، یعنی حفاظ رو داریم، این خودکار تو جیبمونه، باید دراریم یه چیزی بخوام بنویسیم یا نه، ولی تو جیبمون هست. این حفاظ برای ما تعریف شده بالقوه، باید به بالفعل تبدیلش کنیم. با ما متولد شده خب، ولی استفاده نکردیم، استفاده نشده، قراره به کار گرفته بشه. و وقتی از دنیا میریم حفاظدار از دنیا رفته باشیم، یعنی بالقوه از اینجا با ما به دنیا اومده، بالفعل در انتها تبدیل شده. همه چی در مورد انسان همینطوریه، خب همه چی همینطوریه.
انسان زمانی که به دنیا میاد، این منی که تعریف کردیم تو کنترل ذهن، این من وظیفش اینه که نذاره ما اینجا حاضر، در هر جا حاضر باشیم. از روز اول اون من فعال بود یا نبود؟ بوده یا نبوده؟ در 7 میلیارد انسان فعاله. کسی هست که از دوران بچگی که کنترل ذهن داشته باشه؟ نداره. پس این با ما به دنیا اومده از این ور اینطوری، قرار زمانی که از اون در میریم بیرون این کنترل شده باشه، سر جاش نشسته باشه. در همه موارد اینطوریه، یعنی ما به دنیا اومدیم یه خصوص با یک ویژگیایی، از اون ور میریم با یه ویژگیای دیگه. خیلی ها این سوالو میکنن، میگن خب خدا خودش چرا این کارو نکرده؟ خدا قرار ما کشف بکنیم. رسالت انسان حکم میکنه که روز زمین کشف بکنه. اصلا از کجا اومده؟ چرا ما الست بربکم یادمون نمیاد؟ اگر یادمون میومد میدونید چی میشد؟ فرض کنید ما یادمون میومد که گفتن الست بربکم، یادمون میومد، اون نمیدونم حالا هرچی میگن عالم زرونا، یادمون میومد چی میشد؟ دیگه اصلا ما اینجا بودنمون دیگه به درد نمیخورد. یادمون میومد، معما حل بود، معما حل شده بود. اما الان معما حل نیست، ما هر روز دوچار شک و شبهه میشیم، میگیم واقعا از ما سوال شده الست بربکم؟ خب یکی میگه بله، یکی میگه نه، یه روز میگیم بله، یه روز میگیم نه، یه روز میگه همه اینا بچه بازی، یه روز میگیم بابا سرکاری، یه روز میگیم درست، یه روز میگیم غلطه. خلاصه تا آخر ببینم ما چه نتیجه میگیریم. خب جناب استاد، خود این مسئله در پرده اسراره، اسراریه که باید محققین بشکافنش. خب محققین کیان؟ محقق 7 میلیارد انسان، 7 میلیارد انسان اومدن که تحقیق کنن. همه انسان ها اومدن تحقیق کنن. خب حالا به اصطلاح شاید هر کسی فکر میکنه از این 7 میلیارد که اون یکی باید بره تحقیق کنه، ولی روز امتحان، یعنی امتحان همین دنیا، امتحان همین جا اینه که از این در اومدیم از اون در. فرض کنید همچین چیزی نیست، فرض کنید اون یکی در جلومون رو بگیرن بگن فهمیدی چی بود، فهمیدی چی بود، فهمیدی چی بود، دیگه ما نمیتونیم بگیم که والا حالا بذاریم این نظر محققین. محقق کیه؟ محقق همه مثل هم دیگه، همه منتظرن که ببینن چه اتفاقی میفته. پس همه حالا فرض کنیم که یک عده‌ای در تحقیقاتشون تو این 7 میلیارد نفر جلوتر بیفتن. خب حالا تحقیقات اونا رو هم مورد بررسی قرار میگیره، کما که فلسفه به وجود اومده، علم نمیدونم به وجود اومده، نمیدونم عرفان به وجود اومده، همه این چیزات، یعنی نه که وجود نداشته، وجود داشته، تعریف شده. حالا تعریف شده نظراتمون و فکرها رو، دانسته هامون رو باید رو هم بریزیم، باید اون چه که داریم رو بریزیم رو هم دیگه، بعد ببینیم که چه داریم و چه نتیجه ای ازش داریم میگیریم. غیر از اینه؟ خب حالا اینا داره به ما میگه که ما اومدیم اینجا، یه اشاره کوچیکی کردن در قالب رمز که الست به رب، اگر ازتون پرسیدن الست به رب بکن شما بله بگید. خب یه همچی چیزی فقط در همین حد دیگه، بیشتر از این که نیست که، درسته؟ بیشتر از این که به ما اطلاعات ندادن که، ولی ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم این رمز و معما رو، کشف بکنیم که یعنی چی، و بعد خیلی ماجراهای دیگه. تا در انتها با حل این معما راه حل پیدا کنیم. بس وظیفه ما اینجا حل معماست، یعنی ما از اون ور میایم به اصطلاح همه امکانات ما بالقوه است، باید تبدیل به بالفعل بشه. این سوال وارد نیست بگیم چرا خدا خودش به ما نداده. خب چرا خودش، اگر خودش میداد دیگه ما نقش اینجا نداشتیم، اما الان نقشی داریم، دور هم جمع شدیم، داریم با هم بحث میکنیم، مجادله میکنیم، نمیدونم
خلاصه یک معمایی رو میخواییم حل و فصلش کنیم. آیا زیاد شدن شکا به این جریانات که در پرانتز شعور کیهانی و خصوصا به شخص شما جز به حملات مربوط به این دوره است یا حالا خیرش؟ نمیدونم، من اینو اجازه بدین که جوابی ندم. ما بالاخره قرار از دل این شک و شبه ها بیرون بیاییم، قرار از دل این شک و شبه ها عبور بکنیم، از شک به یقین برسیم. شک ارزشمنده، شک به هر حال ایمانی با ارزشه که مرحله شک رو پشت سر گذاشته باشه. اون ایمانی که مرحله شک رو پشت سر نگذاره احتمال داره ایمان چیزی باشه، به اصطلاح سستی باشه و پا بر جا نباشه. اگر الان شک نشده 5 سال دیگه شک فرو بریزش، منتها شکی که 5 سال دیگه پیش بیاد ارتفاع رفته بالاتر، هرچی بالاتر بریم خب سقوط وحشتناکتر میشه، صدای ضربش خب به نظر شما چرا احساس درک شعور کیهانی و جریاناتی که از این شعور در حلقه های مختلف در بدن اتفاق می افتد کم شده است؟ یعنی منظورشون اینه که در خودشون این احساس درک شعور کیهانی چرا کم شده؟ باز اینم اجازه بدی من جواب ندم، چون ممکنه مرتبط با شک و شبهات هم یکی باشه. دو، اینه که منظور ما از احساس درک شعور کیهانی چیه؟ آیا منظور اسکنه؟ خب اگر منظور اسکنه، ما دائم الاسکن که یعنی شاید نیاز نداریم که مرتب مورد اسکن قرار بگیریم. ما از یه جایی به بعد بیشتر میخواهیم که نزدیکی درونی ما با یک به اصطلاح ماجرایی صورت بگیره. حس حضور ما، درک ما، ادراکات ما، اینها تقویت بشه دیگه. تا ابد و درک نمیخوایم که روی ما کار بشه، کار بشه، کار بشه، کار بشه، کار بشه. ما که عمر نوح نمیخوایم که، خب عمر نوح که نمیخوایم که دیگه حالا مرتب بخواد روی ما کار بشه، تا یه نقصی پیش اومد فوراً بپرن چیزش کنن دوباره. خب این یه حد و لیمیتی داره، اون وقت باید عمر نوح رو برای ما تعریف کنن. بعد تازه عمر نوح هم بعد روز آخره یک روز مونده به 1000 سال میگیم چرا این احساس اسکن من ضعیف‌تر شده. خب و بعد اگر به 50 سال هم بکشه، یک روز مونده این 50 سال تمام شه، میگیم چرا این احساس اسکن من یا احساس من ضعیف شده. ما دیگه از ماجرای اسکن یواش 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 میایم بیرون، دیگه به خودش واگذار میکنیم. دیگه اصلا نمیخوام بگم که حالا چیز نشه دوستان ارتباطات خودشونو در زمینه درمانی خودشون بخوان رها بکنن. مثلا من خودم در این زمینه مطلقا سالهاست خداحافظی کردم، سالهاست. شما یا باور بکنید یا نکنید، هیچ نوع کار درمانی، هیچ نوع، مطلقا خب سالهاست خداحافظی کردیم. بله خب یعنی در مطلقا من سالهاست، یعنی از همون ابتدا بعد از اینکه فهمیدم چیه. البته شاید اینا یه چیزای فکری هم به دنبالش باشه، دیگه برای من مهم نبوده که بخواد رو سلامتی من کار بشه یا کار نشه، اهمیتی نداره. یه جایی اهمیتش از بین میره، در یه جایی خیلی برامون ممکنه ملاک باشه، در یه جایی اصلا اهمیتش رو به طور کلی از دست میده و ما فقط ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیمش باقی میمونه. بنابراین
یه مطلبی رو من البته نمیخوام این توصیه به شما بکنم، شما اصلا کارتون با این تجربه من نباشه، من تا الان هم اولین بار است که این حرف رو زدم، ولی یک مطلبی رو باید یواش یواش باش برخورد بکنیم، اونم اینه که برای اهداف بزرگتر آماده بشیم، برای اهداف بزرگتری به اصطلاح خودمونو بسازیم و قرار نیست ما عمر نوح پیدا بکنیم، همین که داریم میریم جلو دیگه، بقیهش مهمترین مسئله‌ای که در اولویت هست برای ما چیه؟ فهمیدن، یعنی بفهمیم اینجا چی میخوایم، درسته؟ من الان میگم خدمت هاش خانم، خب بحث مهم ما فهمیدنه، یعنی ما این سیستم رو اگه بگن خود چی میخوای، ما اول فهمیدنه، اگر دیگه حالا وقت آخرش زیاد اومد میگیم خب حالا یه چیز دیگه هم در دو یه چیز پیدا بشه، بنابراین ما باید برای این مرتبه و مراتب خودمون رو آماده بکنیم، و اینه که دانستن، همه چیز در دانستن و آگاهی. مشکل انسان چیه؟ مشکل انسان اینه که نمیدونه، سالم هم باشه چون ناآگاهه به درد نمیخوره، عمر نوح هم داشته باشه چون ناآگاه به درد نمیخوره، پس انسان یه عمر کوتاهی داشته باشه ولی بدونه خیلی بهتر از اینه که یه عمر طولانی داشته باشه، سالم هم باشه ولی ندونه، این بزرگترین مشکل انسان هست. یکی از لشکریان شیطان، یعنی مهمترین بحثش ناآگاهی است، ناآگاه بودن یعنی اتوماتیک زیر علم شیطان سینه زدن، و دانایی و آگاهی یعنی زیر علم الهی سینه زدن. استاد ببخشید، من قبلا آرامشم خیلی کم بود، یعنی خیلی اعصاب خردکنی داشتم ولی راجع به مسائل دیگه بود. بله. الان طور دیگه شدم، یعنی احساس میکنم عمرم خیلی کوتاست و این زمان برای یادگیری خیلی کمه، اصلا اعصابمو خرد کرده. بله. کتابای مختلف میخونم، قرآن رو برمیدارم، از همه جا از این میزنم از اون میزنم، نمیدونم چه کار کنم، یعنی کلن آرامشم رو گرفته. با بچه دعوا میکنم که برو کنار بذار من کتابمو بخونم، بذار تحقیقمو بکنم. بله. وقت کم دارم، یعنی شوهرم میگه تو چرا اینجوری شدی، میگم نمیدونم، من احساس میکنم. بله. عمرم کمه برای یادگیری، حالا چه کار کنیم که یه آرامشی به دست بیارم؟ ببینید، ما این حرفا رو میزنیم، این صحبتها رو میکنیم، میگیم که خب عمر کوتاهه و ما خیلی مطالب هست که باید بدونیم، شیطان از همین مسئله استفاده میکنه. خب حالا بعض امروز حمله توجه بکنید، شیطان از این مسئله استفاده میکنه، اون میاد میگه آره وقت کمه، میدونید تو خیلی چیز هست باید بدونی، تو باید به کمال برسی، تو الان میدونید چیه، اینطوریه و همون حرفای ما رو، حرف خودمونو میاد تحویل خودمون میده که یالا وقت کمه، بجم باید خیلی چیزا بدونی، میدونی چه چیزایی هست، چقدر چیزا هست که هنوز ندونستی. خلاصه انقدر این از این ترفند جالب استفاده میکنه تا ما هم خب این حرف رو که خب قبول داریم که وقتمون کمه و مشغولاتمون بسیار زیاد، یه دفعه این مطلب رو خب قبول داشتیم، به یک صورتی میاد و سراسیمگی رو دچار ما میکنه، سراسیمگی و اینه که احساس این که وقت کمه و باید عجله کرد و باید چیکار کرد، استرس رو به ما چیکار میکنه اینا. یه خورده که استرس رو چیز کردیم، یه صفحه قرآن رو وا میکنیم مینویسیده، بعد اونو باز میکنیم، بعد اینجوری میشه، بعد میریم سراغ، بعد میریم جزوه اونو وا میکنیم، بعد میریم یه اتصال میگیریم، بعد از یه مدتی میبینیم که نه، مثل اینکه این تو چون اینجوری هم که نرجه نمیگیریم، که یه صفحه قرآن خوندیم، نمیدونم چیکار کردیم، هیچ کدومش هم به چیزی فایده نداشته تو این عجله. خب چون خود عجله چتر
شیطانه، چون تو عجله آدم نمیفهمه چیکار کرده، درست شد یا نه. بعد یه دفعه بعد از این میاد میگه نه تو با این وقت کم نمیتونی، میدونی نمیتونی، قبلی هم نتونستن و تازه نمیدونم بزرگان هم نتونستن، نه حالا دیگه میاد چیز میکنه که نه وقت با این وقت نمیتونی. بعد از این مدتی ما ناامید میشیم. ناامیدی بزرگترین گناهه. حالا هر ویست که شیطان داره و بالاخره داره، و وقتی که ناامید شدیم، ناامیدی خصوصا تو این قرن، ناامیدی از رحمت الهی است. ما نمیدونیم، شما کمال حالا تعریف کنیم، کمال ثانیه است، ثانیه خیلی زیاده، ثانیه. حالا امروز توی همین رابطه من براتون مطلبی رو به اصطلاح صحبت میکنم که ببینین چرا کمال لحظه است. یعنی در یک چشم هم زدن زیاده، هر آن ممکنه ما دیدمون از این دیدی که هست 180 درجه به چرخ یک چیز دیگه ببینیم. خب من این سوالا رو تکمیل بکنم، بیام سراغ این مطلب، چه این مطلبم به اصطلاح چیز هست که صحبت بکنیم. خب وظیفه ما در قبال سوال بعدی، وظیفه ما در قبال ظلم های دانسته و یا نادانسته که به دیگران کرده ایم و الان پشیمان هستیم چیست؟ چه کنیم؟ چطور بار این گناهان را از دوشمان در این دنیا برداریم؟ به هر حال یک مطلب، یک مسئله مهمی است که یک واقعیت است که ما ظالم هستیم، حالا کم و زیاد، ولی همونطور که صحبت کردیم حالا صحبت میکنیم، کسی نیست که ظلم نکرده باشه. چون تعریف ظلم دقیقه، بعضی ها ممکنه بگن که نه ما ظلم نکردیم، ولی اگر تعریف ظلم رو بدونن هرگز همچین چیزی رو نخواهند گفت. ظلم یک چیز عجیب غریبی است، چه به دیگران، چه به جهان هستی، چه به جهان هستی. ما از خونه میایم بیرون، میبینیم برف اومده و این برف برنامه ما رو به هم زده. من یه مثال ساده میگم، برنامه ما رو به هم زده. حالا از نظر ماشینه، حالا باز اگه بخوایم فرض کنیم زنجیر ببندیم، اگه بخوایم بگم هر تغییری ایجاد کرده، یه ذره دلخوری ما، یه ذره دلخوری ما ظلم به هستی است. یه ذره ها، یعنی یک اخم کوچیک، یه یه نمیدونم یه چیزی، ببینید ظلم به هستی است. برای اینکه تمام این قضايا به دنبال هوشمندی عظیمی اتفاق افتاده، الان یه برفی اومده، چه ماجرایی پشت اینه که این برفه بیاد؟ بعد ما یه با یه تمام عظمت هستی رو به زیر سوال بردیم، تمام عظمت هستی رو با یک نادیده گرفتیم. خب آیا کسی هست که ظلم نکرده باشه؟ تمام شد دارم، یعنی از اینجا حالا دیگه بقیهش نمیگم، از این لحظه که این ماشین رو استارت میزنیم، خب ظلم به هستی شروع میشه. دقت میکنید؟ نمیدونم دیگه، شما حسابشو بکنید تا الی آخر. بنابراین حالا به نسبت به دیگران، نسبت به دیگران ببینید چقدر میتونه ماجراهای چیز باشه. یک نگاه ما، نگاه ما یک ذره، نگاه دونپایه و لولولی به یکی باشه، خب ظلم. من فکر کردیم که باید چطوری باشه، دل یکی رو بسوزونیم به طور مستقیم، غیر مستقیم، نمیدونم، حالا به هر شکلی. ببینید از همینجا مثلا ما تصور میکنیم که حتما باید بریم کلش رو ببریم که ظلم شده باشه. ماجرای بحث کار زمینی، قانون زمینی یک مسئله است. یک کسی حقی رو از ما ضایع کرده، مطابق کار زمینی با او برخورد میکنیم. خب با او برخورد میکنیم، در این اصلا بحثی نیست. ولی وقتی که میام راجع به ظلم میخوایم صحبت کنیم، خب اینا، این تعریف ها چی میشه؟ مطرح میشه به عنوان این که همه ظالم هستن. حالا دیگه شدت و ضعفش و اینهاشو بالاخره فرد به فرد
فرق میکنه. برامون مشکل ایجاد کرده بله. دید خوبی داشته باشیم. ببینید اصلا بحث دید خوب نیست. بحث اینجاست که شما کار الان توی این مقطع کار زمینی، قانون زمینی، ما همونی رو که وجه الله میبینیمش، تجلی الهی میبینیمش، ازش تقاضای خسارت میکنیم. در فاز مثبت هم اینو دنبال میکنیم. خب در اینجا تقاص داریم، قصاص داریم، نمیدونم همین چیزها رو داریم، وجه الله است، اما در روی زمین قوانین حاکمه و قوانین حکم میکنه که وجه الله. خب وجه الله هم مجازات کار خودش رو چیکار بکنه؟ ببینه به هر شکلش که لازمه. این صحبتات دلیل بر این نمیشه که یعنی ما چون وجه الله میبینیم، وجه الله میبینیم هر کاری بخواد بکنه. درست شد یا نه؟ چون ما تا اینو میگیم یک عده این صحبت رو مطرح میکنن که یعنی ما اینا رو ول کنیم، یعنی ما هر کاری کردن، یعنی نه اینطوری نیست. ما مطابق قانون زمینی با اونها رفتار میکنیم، کما اینکه با خودمون هم طبق قانون زمینی چیکار میکنن؟ رفتار میکنن، از ما هم نمیگذرن و باید جبران خسارات، جبران به هر حال ظلم، جبران هرچی هست بشه. حالا چه از جانب ما اگر صورت گرفته، یه چی داشت قابل جبران، یه چی داشت قابل جبران نیست. توجه میفرمایید، یه چی داشت قابل جبران نیست که باید من معنوی ما حل و فصلش بکنه، که توضیح دادیم خدمتتون. حالا امروز هم راجع من معنوی بیشتر توضیح بدیم. قابل جبران نیست مگر به وساطت من معنوی ما. و موضوع سر اینجاست که ما تصمیم بر این داشته باشیم که از جرگ و حیطه ظلم خارج بشیم. به طور نسبی ها، یعنی هرگز ما نمیتونیم از ظلم خارج بشیم، هرگز هرگز هرگز. چون گفتم الان ما اینجا بریم بشینیم استاد بزنیم، ما ظالمیم، به هستی داریم ظلم میکنیم. یک تششع منفی کل هستی رو آلوده میکنه. ما آلودگی هستی داریم، آلودگی تششعاتی داریم دیگه. این تششع ما چون شعوره و ماده و انرژی نیست، کمیت نداره، یه ذره شعور کل هستی رو چیکار میکنه؟ در معرض تششع خودش قرار میده کل هستی رو. حالا ببینید که آیا ما آلودگی هستی داریم یا نداریم. ما اینو ثابت میکنیم که از نظر شعوری ما آلودگی هستی داریم. یک تششع مثبت هم کل هستی رو تحت شعاع قرار میده، همون که شما آزمایش کردید. حالا در یه سطح و سطوحی بعدها با هم بازم صحبت داریم در مورد همون تششع مثبت، که ببینید در واقع چگونه همه عرش از یک تششع مثبت تأثیر میگیره و به اصطلاح تأثیر میگذارد متقابلا. لذا از اون جایی که ما اعتقاد داریم به حصول نتیجه و اعتقاد داریم به نتیجه، اون مثال رو زدیم که یک محصلی 100 بار صفر گرفته، الان میگیره 20، کدوم آیا صفراش مهمه دیگه؟ نه، الان سواد داره دیگه، سواد داره، میگه آقا هر چی میخواد بده من بنویسم دیگه. شما نمیتونی بگی نه قبول نیست، این که الان سواد داری اینا قبول نیست. یادت بیا که دیروز بلد نبودی، یه دیکته مینوشتی 20 تا غلط داشتی، نه این قبول نیست. میتونیم همین چیزی بگیم؟ میگه آقا من قرار بود نوشتن رو یاد بگیرم، الان یاد گرفتم. من اومده بودم روز زمین بفهمم که ماجرا از چه قراره، الان فهمیدم. دیروز سارق بودم، پیروز کلاهبردار بودم، میدونم که اینطوری بودم، امروز تازه فهمیدم فلسفه وجودی من چیه. تمام شد. شما چه نظر میدی؟ خب قرآن که نظر میده که سیئات هم تبدیل در این صورت به حسنات میشه.
چون هرچه پشت سرش گناهانش سنگین تر بوده، برگشتش مشکل تر بوده و امتیاز بیشتری بهش باید تعلق بگیره. بله بله دیگه، اونی به بازگشت، بازگشته. خب درسته یا درست نیستین؟ منطقیست یا نه؟ ما دیروز اینقدر واحد ظلمی کردیم، امروز یه اپسیلونشو کمتر کردیم، یه ذرهشو، یه اپسیلون. درست شد؟ خب حالا اینه، این رسالت انسانه، این کاریست که به نتیجه مسئله واقف بشه، بیاد شروع کنه به کم کردن. یه دفعه نمیتونیم، نمیگیم که دیگه ما میتونیم خودمون از ظالم بودن نجات بدیم، چون مفهوم ظلم خیلی دقیقه. فقط مگر نشونمون بدن که ما به درکش نائل بشیم. چند نفر تا اینجا نشونشون دادن؟ بله. حالا اگر این دوستان تعریف بکنن، اون وقت متوجه میشیم که بله، تعریف ظلم چقدر دقیقه که ما نمیتونیم بیان، فقط باید نشونمون بدن که به درکش به اصطلاح نائل بشیم. و چطور میشود از این بعد ظلم نکنیم و چطور بفهمیم کار ظلم است یا خیر؟ اینها رو با شناختی که داریم به دست میاریم، با شناختی که به دست میاریم خیلی مؤثر، حالا لااقل من با تجربه خودم خیلی مؤثره، خیلی مؤثر بوده. الان آنالایز مسئله و تفکیکش که ظلم ظلمیست رو انجام میشه، یعنی به خوبی انجام میشه، ولی حالا دیگه میتونیم نمیدونم اجتناب کنیم یا چقدرش رو میتونیم اجتناب کنیم، اون دیگه مسئله است که دیگه روز به روز داریم میریم به یه سمتی که بگیم هی داریم کمش میکنیم. این خودش یه مسئله. اما بیایم در این سوالاتون، سوالات تمام شدین، چند تا سوال. آها، وظیفه ما در قبال ظلم هایی که به ما یا دیگران میشود چیست؟ لطفا واضح پاسخ فرمایید. خب الان تقریبا توضیح دادیم که ما پیوسته در مقابل ظلم دیگران قرار میگیریم و دیگران هم در برابر ظلم ما قرار میگیرند. یک مسئله است که توضیح دادیم، ظلمی که به ما میشه یا طوری هست که ما میتونیم چشم پوشی بکنیم یا نه طبق قانون زمینی، کار زمینی، قانون زمینی باش برخورد میشه. تمام، یعنی به طور 100%، یعنی هیچ شکی هم نباید درش داشته باشیم. اگر من سوال بکنم این چیه، چه جوابی میدیم؟ میگیم یک لیوانه. دیگه چه جوابی میتونیم بدیم؟ که اصلا وجود خارجی نداره. دیگه چی میتونیم بگیم؟ وجه الله است. اینما تولو فسم وجه الله. وجه الله. سالا وجه الله هر معنی میخواید بکنید، بکنید. صورت اوست. صورتش خودشه یا خودش نیست، خب هر برداشتی میخواید بکنید، بکنید. چون در نهایت راجع به این مطلب یه توضیح کوتاه بدم که بعضیا ممکنه بگن که خب صورتشه، خودش نیست. باشه، پس خداوند اجزا پیدا میکنه. میگیم ید الله، روح الله، وجه الله، اینها میشه اجزای خداوند. درسته؟ آیا خداوند اجزا داره؟ خب خیلی ساده، پس ما به وحدت میرسیم در نهایت. خب در نهایت چیزی جز وحدت نمیبینیم، چیزی جز اون لا اله الا الله نمیبینیم، همش وحدته. از هر زاویه بریم میرسیم به یک وحدت که الان اون وحدته
اینجا درگیر تضاد شده. خب من اینو اون موزونی بالا اومده اینجا شده ناموزون. خب و ما چیزای ناموزون میبینیم، مثل همین الان ظلمی که صحبت شد داریم صحبت میکنیم. اینجا چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، بیرنگی بوده بالا دیگه، درسته؟ اومده اینجا اسیر رنگ شده. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. خب دو نفر هم فرقه و هم دین و هم کیش با هم دیگه وارد جنگ شدن. خب من خیلی باز ساده میگم خدمتون، اینه که این مسئله رو سه تعریف مختلف براش در آوردیم. ظاهرش رو دیدیم، ذاتش رو دیدیم، باطنش رو دیدیم. به عبارتی، درسته یا نه؟ خب چه چیزی باعث میشه که من اینجا اینو لیوان ببینم یا عدمش رو ببینم یا وچولا رو ببینم؟ چه چیز باعث میشه؟ دید من و دید شما باعث میشه که من نگاه به این ستون میکنم. خب ستون میبینم، شما نگاه میکنید عدم میبینید، میتونید وجه‌الا ببینید. این دید ماست و ما اصلا حرکتی به سمت کمال، یعنی اشیا و جهان هستی حرکتی به سمت کمال نداره، در کمال آفریده شده. از این کاملتر نمیشه، خداوند چیز ناقص خلق نکرده، همه چیز کامله. دل گرچه در این وادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکاف، اندر دل من هزار خورشید بتاب. آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. خب یک ذره در نهایت کمال آفریده شده، دیگه کمال تر از این کامل تر نمیشه. ما در نهایت کمال آفریده شدیم، از این کامل تر، البته بحث ما مسئله تکامل نیست که از این به اصطلاح تغییر فرمی، تغییر فرممون مگر غیر از با همون مولکولاست، همون اتم هاست. آجرش که یکیه، آجرها ثابته، باش ساختمانهای مختلفی ساخته میشه. یعنی ذره در اوج کمال آفریده شده، دیگه بعد از اون ما ایم که قراره با این چشمی که میبینیم یا ظاهر ببینیم، چشم ظاهر بین. خب چشم ظاهر بین اگر در ظاهر بینی بمونه، خود ظاهر بینی شرکه. اگر قفل شه در ظاهربینی، ظاهربینی خود شرکه. توجه فرمودین؟ میتونه بیاد همین چشم بتونه ذات رو ببینه، بتونه باطن رو ببینه. یه جایی که گفته میشه به اون، مثلا فرض کنید که به باطن بینی رسید، که مورد سوء استفاده است این مسائل، مثلا تونسته مثلا ذات رو ببینه، باطن رو ببینه، بعد چه برداشتی کردن؟ مثلا ممکنه در آیاتی باشه که چه برداشتی کردن؟ اومدن شخصیت خانی و درون رو ببینن و بله فلانی رسید به باطن. ببینید باطن ما کجاست؟ باطنی که اونا میخوان بگن چیه؟ یا گفتن و رفتن توش غرق شدن چیه؟ باطن و ذات یعنی این که بیای عدم رو ببینی، بیای وجه الله رو ببینی. این مسئله رسیدن به ظاهر، به رسیدن به ذات و باطنه. حالا کمال رو تعریف کنیم. باطنش چیه؟ وجه الله باطنشه. ذاتش خب در نهایت چی؟ در نهایت غیر قابل تعریفه. یعنی اون که ما میگیم عدم، یعنی
ظاهرا یعنی چیزی نیست، یعنی وجود خارجی نداره، ولی این غیر قابل تعریفه. بله بله، نمیتونیم تعریفش بکنیم، ولی الان فهمیدیم در این حال این وجود خارجی نداره، عدمه. پس یک ذره سه تا وجهشو داره با خودش چیکار میکنه؟ سه تا وجهشو داره با خودش هم میکنه. تا ما چی ببینیم؟ تا ما چی میبینیم؟ خب بنابراین کمال یعنی ارتقاء دید ناظر. شما بگو چی میبینی؟ خب من بگم چی میبینم، هر کسی بگه چی میبینیم، کمال معلوم میشه. درست شد یا نه؟ درسته؟ وقتی که این ارتقای دید ناظر یعنی کمال، یعنی این چیز به اصطلاح شاق نیست و توی مذاهب و کتاب مقدس و اینها اگر جایی شنیدیم که قرار ما به باطن برسیم، قراره نمیدونم چشم باطن بین پیدا بکنیم. چشم باطن بین چیه؟ چشمیست که پی برده که این اما تو ولو فسم وجه الله به این، اینو پی برده، اینو فهمیده، این چشم باطن بینه. و اگر انسانی از دنیا بره و چشم ظاهر بین داشته باشه، این در شرک مرده، چون هر چی رو دیده غیر از او دیده، هر چی رو دیده مندون الله بوده، یعنی یه اون با مندون الله صبر کرده و سر کرده و سپری کرده. ستون دیده، ستون بوده، خونه بوده، خونه بوده، چیزی رو در واقع او ندونسته. حالا یه چشمی میتونه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این کماله. یعنی دیگه هر جا نگاه میکنه چیه؟ وچلاست. درست شد یا نه؟ خب بنابراین وقتی چشمی در ظاهر قفل بشه، تا مادامی که قفله یعنی چی؟ یعنی خودش در داره مظهری از شرکه. حالا اینا با تعریفهای ما در واقع ممکنه از دید یک ظاهر بین یک باطن بین کافر باشه، از دید یک باطن بینم ظاهر بینه در شرکه. یکی از دلایل این جنگ و جدال های تو عرفان ظاهرن داره با این و اون و با این و اون، از مثل همین شعری که شنیدین، به همین دلیله، به همین علته. این اونو تکفیر میکنه و موشه، اینم متقابلا در واقع میخواد این یکی رو حواسشو جمع بکنه و بگه که قفل نشی، که اگر قفل شدی در واقع این مسئله هست. حالا کسی که تو ظاهر گیر کرده، شاید در همون ظاهر خودش داره با خدا راز و نیاز میکنه، با خدا سر میکنه، با خدا چیکار همینطوری داره و خیال میکنه که حتی ممکنه احساس رستگاری هم داشته باشه، ولی شما میبینید که چیزی جز ظاهربینی درونی. ظاهربینی یعنی مندون الله، یک کلمه. این چشم ظاهربین در واقع ظاهربینی یعنی غرق در مندون الله بودن. چون مندون الله از نظر ما خیلی معنی بسیار بسیار گسترده‌ای داره. مندون الله یعنی غیر از خدا. حالا غیر از خدا رو اگر بستش بدیم، بعضیا یک از مندون الله یک برداشته بسیار آبکی دارن، یعنی یک کسی فرض کنید دیگه بره دنبال یه بوتی، یه بوتی رو بذاره چیز بکنه، اون میشه مندون الله. در حالی که بحث مندون الله بسیار بحث پیچیده‌ایه و بحثی است که خیلی مسائل تو خودش داره و ما هنوز تازه باید بازش بکنیم. خب پس ما یه حرکت داریم، حرکت ادراکی، حرکت چیز نیست،
اسمش حرکته، ولی ما اصلا بدون اینکه از جامون تکون بخوریم در کسری از ثانیه یه دفعه دوزاریمون بیفته بگیم بله اینه، یعنی این ارتقای پیش رفت، بدون اینکه اصلا از جامون تکون خورده باشیم، بدون نیاز به صرف زمان و صرف حالا جا به جای مکان، انسان میتواند حرکت ادراکی داشته باشد و این جلوی اون حربه شیطانو که ناامیدیش میگیره. ما امیدمون به همون صفر ثانیه است، یعنی یک طرفت العین هم زیاده، یعنی نمیدونیم یک ثانیه هم زیاده که یه دفعه ما دوزاری بیفته، یک درکه و این هر لحظه ممکنه که ما به این درک نائل بشیم و بفهمیم که هدف در روی زمین و در این جایگاه هدف اینه. این واحدهایی که ما در این کورس باید بگذرونیم، کورس زندگی، خب این خودش یک از ابتدا تا انتهاشو اگر یک دانشگاه یا یک دوران تحصیلی از مهد کودک و دبستان و دبیرستان و دانشگاه تصور بکنیم، در اینجا یک واحدهایی رو باید بگذرونیم. حالا نمیدونیم بگیم کلاس یکیم، دویم، سهیم، چه مقطعی هستیم مهم نیست، یک واحدی رو باید بگذرونیم که در این واحد عمدتاً ارتقای دید ناظره، بقیهش بازیه. هر کار دیگه که میکنیم با یک بازی است که این بازی قرار ما رو به کمال ذره، به کمال، به ارتقای دید ناظر چیکار بکنه؟ برسونه. مثلا ما در دور سه دیدیم که این دید ما در یک مقاطع جزئی تری مثل زندگی، مثل هستی که میشد بینش، چقدر تأثیر داشت. اما اصلا حالا اینجا یک چیز کلی است که اصلا ما به هستی چطوری نگاه میکنیم، یه چیز کلی است. و بعد از این ماجرا حل میشه، انالحق پیش میاد، درک جمال یار پیش میاد، نمیدونم چی، درک وحدت پیش میاد، همه اینا چیه؟ خب چطور میبینیم، چطور نگاه بکنیم اینه. این اصلا هیچی نمیخواد، نه ریاضت میخواد، نه نمیدونم هیچی نمیخواد، این فقط یک بشکن زدن. و خب سرمایه پشتش اشتیاقه، سرمایه پشتش خواستن ماست. و خب حالا خیلی ها میگن خب ما چه بخواهیم؟ میگه ادعونی. خب حالا آقا چی؟ یکی فکر میکنه که این گفته ادعونی یعنی این که الان مثلا تو یه میلیارد بخواه، نمیدونم چی بخواه، اونو بخواه. ماجرا سر اینجاست که خب ما اصلا بدونیم چی میخواهیم، ما تعریف باید اول بکنیم، یعنی ما باید تعریف داشته باشیم که اصلا ما چی میخواهیم. الان مشخص میتونیم چارچوب ادعونیمونو چیکار بکنیم، مشخص کنیم آقا ما ارتقای دید میخواهیم، ما نه عزت نه سلامتی میخواهیم، نه ارتباط اسکن میخواهیم، نه حالا به دنبال این صحبته که امروز کردیم خدمتون، نه اینو میخوایم، نه اونو میخوایم، اینا همش بازی بود. ما در واقع ارتقاء دید میخوایم، نه اینکه مغایرت داشته باشیم. حالا دیگه از امروز چیز نشیم که بگیم آقا ما ارتباطی برای خودمون برقرار نکنیم. من کلیت اون تجربه خودم رو عنوان کردم و هر کسی باید با تجربه خودش توی این مسئله هم جلو بیاد، چون تقلید در این خصوص چیز نداره، جایز نیست. هر کسی باید با مسئله وحدت و با مسئله کمال، اصول کلی است، کلی داریم صحبت میکنیم، اما با هر کسی با تجربه خودش داره، مثل اثر انگشتشه، درست شد؟ نه به دلیل اینکه من این کارو کردم شما باید این کارو بکنید، اصلا شما هر کسی با تجربه خودشو دنبال بکنه با طبق اصول کلی. ببینید بله میگم اصول کلی است، اصول کلی است، یعنی کلن این مسئله داره.
اما الان شما یک جور به ارتقای دید نزدیک میشید، آی درخشان یه جور نزدیک میشه، ایشون یه جور دیگه نزدیک میشه، یه جور دیگه نزدیک میشه. ولی تعریف کلی رو کردیم. ادعونی بخوان این خواندن و این خواستن و این مسئله برای چی؟ چی کار بکنیم؟ چی میخوایم؟ اصلا چی میخوایم؟ و شما حسابشو بکنید که از یک صاحب مقامی میگی من میخوام، میگه خب چی میخوای؟ نه ما میخوایم. خب این که نمیشه، که این نمیشه. در واقع اگر که ما نتیجه انسان یعنی نتیجه نمیگیره از مسئله ادعونی، نتیجه موفقی نمیگیره، به یک دلیل عمدهش اینه که اصلا نمیدونه که چی میخواد. یعنی در این حد خودشو زحمت نداده که بره ببینه اصلا چی میخواد، قراره چی بشه، اصلا چرا اومده، یه چیزای کلی رو بدونه. بعد حالا مشخصه، مشخص میاد میگه که من اینو میخوام، من فهمیدم چی باید بخوام. بنابراین ما رو نگه میدارن تا میگه نگه چی میخوای، خبری نیست. توجه فرمودین؟ آیا درسته یا درست نیست؟ خب ما میگیم که درسته، ممکنه بریم ای خدا ما کمال میخوایم. او هم منظور ما رو متوجه میشه، سمیع و بصیر و خبیر و رحیم و اینا، ولی همچین چارچوب کار و حل و حوش قضیه رو در واقع به عهده ما گذاشته، ما این رو کشف بکنیم. اصلا کمال که میگیم منظورمون چیه؟ صد نفر اگر کمال رو تعریف بکنن، صد تا برداشت متفاوت از کمال دارن. اینجور نیست؟ کما اینکه هر کسی ممکنه میگیم که رب نهات ناف دنیا حسنه، خداوند در دنیا بهترین رو به من بده. خب اما معنیش یکیه. آیا ولی قبلا هم اشاره کردیم، آیا همه میگن بهترین ما بدین؟ منظورشون اینه که ما انتخاب نمی کنیم، تو انتخاب کن. و بعد میدونن بهترین چیه؟ بله؟ میدونن بهترین چیه؟ همونو قبلا گفتیم. این میگه بهترین ما بده، فورا یه برج چیز میاد تو. اون نمیدونم سلامتی، این فرزندان سالم، اون نمیدونم هر کسی یه چیزی میاد. یعنی همه چی رو میگن جز اون چیزی که باید باشه، باید بگن. اون بهترین رو باید مورد شناسایی ما قرار بگیره. میگه من شما رو فرستادم رو زمین که بهترین رو بفهمین چیه. شما دوباره صورت مسئله رو میذارین جلو خود من، درسته؟ مثل معلم سوال رو میده، مسئله رو میده به شاگردش که حل بکنه. بعد شاگردش میگه آقا معلم یه سوالی دارم، خب میشه اینو برای من حلش کنی؟ دقیقا ما با خدا این کار رو میکنیم، صورت مسئله رو که بهمون داده ما حلش کنیم، دوباره بهش میدهیم که بعد تو بیا حلش کن. ما رو فرستاده ما کمال پیدا بکنیم، بعد ما میگیم که از این بر از خدا به من کمال بده. اون میگه که تو چیکار کردی؟ ما به اون میگیم به ما بده تا بهت بگیم چیکار کردیم. خب یک معماییست که توش گیر کردیم. خب حالا دوباره خودش، خب میگیم که خودتو میخوایم، میگه من چی هستم، حالا از من چی فهمیدی؟ یعنی دوباره صورت مسئله دوباره همون میشه. خب بله عارف هم میگه ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخوایم، یا حیف باشد از او غیر از او تمنایی. ما قبلا تو دعا اومدیم تعریف کردیم، گفتیم دعا در دنیای عرفان یه نیمخط بیشتر نیست. ما هیچی، من بازم حالا امروز که نمیدونم برای اولین بار شاید از این چیزا دارم صحبت میکنیم، باور میکنید که سالهاست من هیچ درخواستی نداشتم؟ باورتون میشه؟ برای خود من، برای خودم، حتی تششوی مثبتی که دیگه بپرسه که حتی در یک مورد کار نکردم. خب باورتون میشه؟ خب
ببینید که ماجرا به صورت در انتها به جواب به صورت مطلق میاد، به صورت حالا بازم مطلق نگیم میاد به همون مسئله. اما میگه که خب حیف باشد از او غیر از او تمنایی. میگه خیلی خوب منو تمنا داری دیگه، هیچی نمیخوای، نه برای کار، نه خیلی خوب، حالا من چی هستم؟ درست شد یا نه؟ منو میخوای، منظورت از من چیست؟ درست شد یا نه؟ یعنی ما درست یه لول میایم بالاتر، اما دوباره صورت مسئله اینه، اون ما رو فرستاده ما بفهمیم اون چیست؟ درسته یا نه؟ یکی از چیزام اینه که بفهمیم اصلا چیست؟ بعد ما دوباره صورت مسئله رو برمیگردونیم بهش، میگیم که خودتو میخوایم. اون میگه من چی هستم؟ ما میگیم ما خودتو میخوایم. یعنی این وسط یه چیزی کم نیست؟ خب پس اینجا پیش میاد که بحث خودشناسی، خداشناسی، نمیدونم خیلی از مسائل مختلف دیگه پیش میاد که حالا او چیست؟ و توی این قضیه هم ما باید به یک نقطه نظرهایی برسیم و بعد بیام حالا توی یک دو دوره بعدم تا دوره هفتم بعد میگم که اصلا تعریف ما از خداوند چقدر غلطه. و ما تو دوره دو یه چیزای برخورد کردیم دیگه، یادتون هست که خب تو دوره دو متوجه شدیم که ما خدای ما یه وسیله بود و عارف هم اونجا داشت میگه گر یار منی ترک طاعات کنید، هی داشت هشدار میداد میگه این خدا رو نپرستین، شما تو شرک هستین، این خدا رو نپرستین، زاید از کوچه ما به سلامت بگذر، این میلل دل و دین میبرد از دست، این آگاهی که من دارم اگه بهت بخوره دین رو در دست میدی. و اونم هی داره میگه این خدا رو نپرست، اونم خدا. و اون یکی هم از بیرون میگه ببین اینا دارن میگن خدا رو نپرست. درست شد یا نه؟ ولی کسی ننشسته پای میز مذاکره که بابا ما کدوم خدا رو میگیم نپرست. و بعد میریم در دوره هفت دوباره میریم که ایداد بیداد، دوباره ما خدایی رو که میپرستیم اشکالات دیگری هم برش وارد هست. و اون خدای اصلی که خودشو معرفی کرده، اون که متعلق به همه جاست، متعلق به نمیدونم حالا هرچی، دوباره میبینیم که اشکالات بهش وارده، اشکال در اشکال در اشکال. خب و همینطوری الان میگیم خودتو به ما بده، خودشو خب اگر بگه باشه مثلا یک فردیت بیرون، خب خودش که یه وسیله بیشتر نبود، درسته؟ پس ما میبایستی تعریفی داشته باشیم که تصور ما از خداوند چیه. یه کسی ممکنه بگه بد نیست اگه این خدا مال من باشه، خودشو به من بده، خب من همه کارامو جلو میبرم دیگه، کما اینکه میگیم خدا کنه اینطوری، خدا کنه اونطوری، خدا کنه فلان. خب خیلی خوبه، دعای قشنگیه، خدایا من فقط خودتو میخوام، چون خودتو داشت باشم دیگه همه چی دارم. منتها همه چی دارمه عارف با همه چی دارمه غیر عارف فرق میکنه. همه چی عارف اینه که خب دیگه من با آگاهی میرسم، آگاهی منو اونجا میرسونه، اون منو به اونجا میرسونه، بعد به کمال و همینطوری تا در نهایت. ولی یک کسی از این نقطه نظر ممکنه ببینه که من اگر خدا رو داشته باشم خب دیگه خدا کنه اینطوری برم شه، خدا کنه اونطوری برم، اتفاق میفته. خب پس چقدر فرقه. لذا اون دعا یک مرحله داشت که یک جایی به این مسئله برسیم که حیف باشد غیر از او تمنایی، ولی یک مراتب دیگه هم داره که حالا تعریف دقیق تری از خدا، خدا چیست. و اینجا ذهن ما شفاف بشه. آخر قضیه وقتی ذهن ما از منافع ما خودمون و مسائل زمینی حذف میشه، ما به خدایی که حقیقیه اون وقت میرسیم. دنیا دیدی و هر آن چی دیدی هیچ است، وان نیست که گفتی و شنیدی هیچ است، سرتاسر آفاق دویدی هیچ است، وان نیست که در خانه رمیدی هیچ است، دنیا هیچ و اصل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر خود تو مپیچ یا بر هیچ مپیچ.
و اینه که این خطاب بر به اصطلاح دنیاست و این هیچ ها هیچیست که میخواد این یادآوری رو داشته باشه که مجاز باز نشیم. یعنی این هیچ اینجا این هیچ اینجا در واقع اشاره به مثلا مجاز عدم مجاز بازی است در واقع. این مسئله از این هیچ اشاره به اون عدم نیست. خب یه ارتباط برقرار بکنیم، ارتباط وحدت رو که خاطرتون هست دیگه. جان دایره رو هم ادامه میدیم فعلا. جان ببینید این ارتباط وحدت، حالا اینا اسامیست که داریم، ببینید میشه دست اینجوری، میشه اینطوری، منتها اینجوری چون ما رو شبیه یک به اصطلاح حرکات و چیزای در هند و اینا میکنه، اینو ولش کنیم. ولی من توضیح دادم که اینم هست، اطلاع نداریم، شاید اونا هم در اونجا، چون اونا برمیگره به چند هزار سال قبل. البته الان خیلی ها در دنیا اینطوری میکنن، مثل همون کارهای دیگه، ولی در اصل احتمال 99% اونها ارتباطاتی رو گرفتن بعد اینا رو گذاشتن، بعد یا تقلید کردن، مثل همون ماجرای رقص قونی است. بقیه دیگه اومدن تقلید کردن ماجرا رو، ولی ما کاری نداریم. یا اینطوری یا اینطوری یا اینطوری، به هر صورت نمیدونم، حتی اینطوری فرقی نمیکنه. یک جریانی، یک حلقه تشکیل میشه و جریاناتی پیش میاد که خب این هم تجربه بکنیم. دوستانی که این ارتباط رو متوجه بودن، حلقه و اینا رو متوجه بودن، دستشون رو بلند کنن. بله مرسی، ممنون ممنون، خیلی متشکرم. خب ببینید این مسئله، این حلقهش با اتصال دست تکمیل تر میشه. خب شروع بکنیم، مخصوصا اگر دست در ارتباط با بدن نباشه، یه خورده مشخصا با بدن فاصله داشته باشه، ما حلقهش رو بهتر متوجه میشیم. خب شروع میکنیم. خیلی ممنون، شکر. خب دوستانی که متوجه شدن دستشون بلند کنن. بله خیلی خیلی ممنون، این وقت متشکر. حالا توضیح میدم در مورد این که سال فهمودن برای چی، توضیح میدم خدمتون. این آیات در اومدن ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کس نیست مگر اینکه بر اون حفاظی گذاشته باشیم. طارق چهار، آیه چهار طارق بود. یه آیه دیگه، ورب بکه علا کل شیئن حفیظ، برای هر چیزی حفاظی. حالا البته تو ترجمه ها بحث نگهبان، ولی شون فرق نمی کن. و ان علیکم لحافظین، بر شما محافظ گماردیم. محافظ همون حفاظ گماردیم در واقع. این ده انفطار بود، 57 هود. یه لایه محافظ در نظر بگیریم، محافظ و حافظ، حفظ کننده. شما حفظ کننده رو در نظر بگیرید تا تصور ذهنی ما درست بشه. الان تصور ذهنی ما غلطه، کما اینکه بعضی ها اومدن ماجرای فرشته نگهبان و اینها رو مطرح کردن، فرشته نگهبان، و براش نامه می نویسن.
کار میکنند. از همین جاها دوست عزیزمون دادن اینه که در ارتباطی من دیدم همه آفرینش از ذرات هوا و چی بقیش من نشون از ذرات هوا هر چی که آفریده شده در کل یعنی خدا. از این به بعد شبهات زیادی برایم پیش آمده، از جمله این که ما مثل سلولای همان بدنیم، هم خداییم هم نیستیم. خدا که جز جز نمی شود، درسته؟ الان هم اینجا خودمون هم همین مطلب رو جز کردیم و اومدیم دیدیم که تجلیات مختلفی رو به اصطلاح ما باش برخورد داریم و الان تو این تجلی ما خودمون برای خودمون محسوسیم، خودمون برای خودمون محسوسیم، از یه زاویه دیگه ای ما نامحسوسیم، ما وجود خارجی نداریم. حالا از به اصطلاح خودمون نسبت به خودمون، چون هر چیزی نسبت به خودش حقیقته، درست شد؟ هر چیزی یعنی تصویر آینه نسبت به خودش، اگه بزنیم جلو هم نسبت به خودش حقیقته، ما نسبت به خودمون حقیقتیم، اما از زاویه دیگری وجود خارجی نداریم و الان میگیم ما هستیم، ولی در اصل وقتی بیاییم میبینیم که مایی وجود نداره. اینجاست که به اون مطلب نهاییمون میرسیم. اصلا بزرگترین مشکل اینه که خدا به این شکل که از اون بخوا اوی معنا نمی کند. دیگر نمی توانیم با کسی چیزی بیرون خودمون راز و نیاز کنیم. حالا همه چیز یعنی او، در عین اینکه او نیست. دوچار سردرگمی شدم، بعضی وقتا فکر می کنم خدا یعنی شعور، آگاهی و این چیز. این مفهوم قضیه رو دور هفت میتونیم با هم صحبت بکنیم، بحثشو خدا یعنی اون و اینه که نمیتونیم راز و نیاز کنیم. اجازه بدین ما در اینجا چون بین این مطالب و مسائل و خیلی قضایای دیگه یک مو فاصله است و خیلی معنی میده همه چیز. این که شما فرمودین همه چیز یعنی او و اینه که دیگه او بگیم چطوری میشه، بین کفر و ایمان یک مو فاصله است. اجازه بدین اینو دارین دور هفت راجع به صحبت میکنیم و الان موضوع اینجاست که خودمون هم صحبت کردیم، گفتیم که ما تن واحده، سلول های بدن هستی هستیم، درسته؟ رؤیت شما کاملا درست بوده، کاملا درسته و اون تن واحده رو به شما نشون دادن که در واقع ما سلول های این تن واحده هستیم و در مجموعش گفتیم جهان هستی یک موجود زنده است. درسته؟ به اصطلاح یک موجود زنده است و حافظه داره، شعور کیهانی، حافظه کیهانی. خاطرتون هست که این صحبت‌ها رو داشتیم و مجموعش یک تجلی است و ما تجلیات مختلفی داریم، مثل آگاهی، مثل هستی که در واقع یکی، چه بگیم هستی چه بگیم آگاهی، یعنی ثابت کردیم که جان هستی از آگاهی آفریده شده، ولی خودش یک تجلی است از آگاهی. یعنی ما الان این آگاهی رو داریم لمس میکنیم، درست شد؟ یک تجلی است از آگاهی، خود آگاهی یک تجلی است از یک جای بالاترش. بنابراین به عبارتی نمیتونیم بگیم خدا آگاهی است، هم میتونیم بگیم آگاهی است، بستگی داره به کلیت صحبتی که میخواییم بکنیم. هم هست هم نیست، به عبارتی جدا از اون نیست. خب بیام ادامه صحبتی که اینجا داشتیم. خب پس این اگر که ما این مسئله رو دنبال میکنیم، یعنی دنبال ارتقای دیدمون هستیم، در یک حرکتی هستیم که هم حرکت هم نیست و حرکت ما اسمش رو گذاشتیم حرکت ادراکی، یعنی یک حرکتی است که داریم میریم نهایتاً یه درکه و این درک
زمان بهش تعلق نمیگیره. یه درکه، نمیتونیم بگیم یکی سوال کنه بگه که این درک چقدر زمان لازم داره، خب چقدر طول میکشه تا من اصلا به همین لیوان بشینم نگاه کنم. خب چقدر زمان میخواد که یه دفعه من دیدم از این لیوانه یه دفعه برسه به عدمه یا برسه به وجه الله بودنشون. کی میتونه بگه؟ ممکنه 100 سال ما به این نگاه کنیم آخرم جز لیوان چیزی نبینیم، و ممکنه یه دفعه یه ساعت دیگه من یه دفعه ببینم که این همون وجه الله است، همینی که ایشون الان در مثلا رویت کرده که هر چیزی سلول های یک ماجرایی است و اونم در یک میلیونم ثانیه این اتفاق میفته، بعد از اون معما حله. پس اینو میگیم هر به اصطلاح حرکت ادراکی. و در این تفکر به اصطلاح حرکت ادراکی اصلا حرکت نیست و هر ذره در اوج کمال آفریده شده. ممکنه تفکراتی باشن فکر کنن که ذره هم داره به اصطلاح قراره به کمال برسه، خب ممکنه فکر کنن که ذره هم قراره بره به کمال برسه، ولی در اوج کمالش اصلا ثانیه صفر ثانیه اول همه چیز فی احسن تقویم در واقع خلق شده، چیزی ناقص خلق نشده، فقط اشراف به اون نیست. من الان کامل خلق شدم ولی بهش اشراف ندارم، درسته؟ به عبارتی خودم و چلام بهش اشراف ندارم. این نیست که ما ناقص خلق شدیم و قراره که بریم کامل بشیم. ما کامل آفریده شدیم بالقوه، ولی به بلبل نمیتونیم اونو استفاده کنیم، داریم میریم که پی ببریم که من وجه اللهم. خب حالا ممکنه همین امشب، ممکنه فردا، ممکنه یه سال دیگه، ممکنه، و اون لحظه زمان بر نیست. بنابراین باید امید داشت. به سن و سال نیست که یک کسی فکر کنه سنش بالاست دیگه فرصت ها رو از دست داده، نه. و خصوصا دوران سالمندی دوران شکوفایی است، دورانی است که دوران نوشتن پایان نامه است. یه نفر سالها میدوه تا یه جای پایان نامه دکتراشو بده دیگه. خب سالمندی سن نیست که پایان نامه قشنگی نوشته بشه، یعنی از ماحصل ها یه پایان نامه قشنگی نوشته بشه. بنابراین اصلاً به سالمندی اینجوری نباید نگاه بکنیم، باید به دیدی نگاه بکنیم که یک عمر دویدیم برای این لحظه که یک پایان نامه بنویسیم. پایان نامه هم 2-3 خط، فکر نکنید حالا قرار پایان نامه 2000 صفحه که حالا یک مسئله دیگه پیدا بشه بگین حالا نمیدونم اینو وقت این چیزه رو نداریم. پایان نامه اولا یه چشم هم زدن یه دفعه اینه که ما اون دید رو پیدا کردیم، تموم شد دیگه. اون دید رو پیدا کردیم دیگه، مأموریت ما در زمین انجام شده و ما پایان نامه لازم رو زمین اومدیم دیدیم چی شد. نتیجه میگن آقا چه نتیجه گرفتی؟ میگم بله اینا این پایان نامه این اینه اینه این هم اینه هم اونه همونه، تموم شد. خب دیگه ببینید دیگه درست در آخرین صفر ثانیه هم امکان اینو داره که چشمی باز بشه.
ببینید خب ما الان داریم میگیم با هم داریم میگیم دیگه، آیه هم هست دیگه، آیه میگه اینم اتولو فسن وجه الله. شاید افرادی هزاران بار اینو خوندن، آیا با خوندن حل شده؟ اولا آیا همون برداشت رو میکنن یا نمیکنن؟ خودتون میدونید که یک ماجراست. حالا برداشت رو کردن، ادراک میخواد، این درک میخواد. ما هممون داریم با هم میگیم که خب هر چی نگاه میکنه خداست، ولی باز آیا ذاتی داریم داریم باطنی درکش میکنیم؟ اینه ماجرا، اینه. و این صفر ثانیه است، این چیزی نیست که زمان بر باشه. لذا ما اگر حالا بیان کردیم برای اینکه اصلا کلن بدونیم چی میخواییم، که اگر گفتن بگو چی میخوایی، یا اومدیم رفتیم گفتیم که نمیدونم ما میخواییم، بدونیم که چی میخواییم. ما همه چیز بحث دیدنه. خب حالا بنابراین تعریفی از کمال بکنیم. آخه بعضی باز فکر میکنن که کمال بحث حالا قرار چی بشه نمیدونم، خصوصا اینکه تا اسم کمال میاد در شرق یا حالا غربی هم شاید نمیدونیم یاد شرقی ها بیفتن، فورا آویزون شدن تو چاه و نمیدونم گوشه غار و روی میخ نمیدونم تخت ها خوابیدن و از اینجور چیزا، روی تخت های میختار خوابیدن، اینجور چیزا تو ذهن ها بیاد. در حالی که به این مسائل نیست، به نحوه خوردن نیست، نمیدونم به هیچ کدوم از این مسائل، همونطور که اینجا میتونیم برداشت بکنیم نیست. خب این حرکت ادراکی، پس هیچ ذره ای در حرکت به سمت کمال نیست، در کمال آفریده شده، فقط قرار از بالقوه به بالفعل دید ما تغییر پیدا بکنه. تنها موجودی هم که این مسئله در مورد صادقه، به دلایلی که خدمتون عرض میکنیم با هم دوباره ادامه میدیم بحثو، ما هستیم. هیچ موجود دیگری دیدی نداره، هیچ اتمی نسبت به اتم دیگه دیدی نداره که بگه من در کمالم تو در کمالی، یا من چه باید بکنم تو چه باید بکنی. خب یه حرکت دیگه داریم که اونها دوباره در بله اونها در مسئله چارچوبی که براشون ایجاد کردن، اونها مسائل دیگه ای دارن. مثلا اونها مکان ندارن، لیوان ندارن، نمیدونم هیچ کدوم از ابعاد ما براشون مفهوم نداره. اگر اومدن خودشونو درگیر مکان کردن، یه سری آلودگی هاست که برای خودشون درست کردن. حالا بله اونها این مسئله ارتقای دید به این صورتی که ما داریم برای اونها مطرح نیست. دقت بکنید، برای اونها عدم مفهوم نداره، برای اونها اصولا این قضیه کمال به این شکل فقط مختص ماست. حالا اونم به دلایلی که خدمتون عرض میکنم که به چه صورتی بحثی داره که اون بحث رو انجام دادیم. در اینجا این ناظره که اینو قراره چیز کنه باید حتما عشق و تبعات عشق رو بفهمه. دقت میکنید، باید یه سری چیزها رو داشته باشه که اونها ندارند. یعنی باید ناظر رو ما تعریف میکنیم، ناظر رو اینجا با هم تعریف میکنیم که ناظری که قراره بره، یه بار اصلا خود ناظر رو تعریف میکنیم. ناظر چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ باید تشخیص، قابلیت تشخیص. حالا ننویسین چون بحثش رو جدا میارم، مستقل دنبال میکنیم، عروض شکل و اینا جدا دنبال میکنیم. باید قابلیت تشخیص داشته باشه، قابلیت قیاس داشته باشه، قابلیت ارزیابی داشته باشه، آزاد باشه، فنا ناپذیر باشه. ناظری که بیاد بفهمه بعد به فنا برسه به درد نمیخوره که. و همینطوری چیزایی هست که از روی مثلا نوشته ها
میریم جلو یکی 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 متوجه میشیم. ناظر باید انگیزه داشته باشه، انگیزه اشتیاق میخواد. اشتیاق که گفتیم میاد که ناظر باید چی داشته. شما برای اینکه ارتقای دید پیدا بکنی باید انگیزه داشته باشی، نه؟ بنابراین انگیزه اشتیاق میخواد، اشتیاق عشق میخواد. و یه دفعه اینه که ناظر رو که تعریف کردیم متوجه میشیم که هر ناظری که بخواد به کمال برسه باید خصوصیاتی داشته باشه که اون خصوصیات مشخص میشه. در مورد جن که گفته میشه و ما خلقنا جن و انس الا لیعبدون، عبد رو تعریف کردیم دیگه. عبد به جا آوردن رسالت، مأموریت. مأموریت اونها چیه؟ مأموریت ما چیه؟ اونها باید مأموریت و رسالت خودشون رو زمین، حالا هر چی هست با هم تعریف کردیم، پاسدارای هستی هستن، نمیدونم وسایل آزمایش هستن، آزمایش ما و و یه سری چیزهای. تخلف اونها اینه که از اونجا میان جذب زندگی ما میشن، از زندگی ما به اصطلاح از زندگی ما میخوان یه جورایی بیان مستفیض بشن. اینا تقلبه، مثلا طلا به دردشون نمیخوره ولی میان دنبال طلا، جذب طلای ما شدن، جذب یه سری از مسائل ما میشن، حتی جذب خوراکی های ما شدن. مثال زدیم در شروع کلاس، جذب زندگی ما، نوع زندگی ما، نوع مراسم ما، حتی مثل عروسی، عزا و جذب و تقلید کارهای ما رو بکنن بدون اینکه نیاز داشته باشن، نیازی به اصطلاح کارهای این چنینی ندارن، ولی جذب مسائل ما شدن. چیارم؟ ببینید اونها به اصطلاح مکان به اون صورت که ما سرپناه داشته باشیم خیر، ولی به صورتی که محل زندگی بله، قابلیت جابجایی آنی دارن، خب، ولی به جا و مکان مشخصی به اون صورت نیاز ندارن. مثل ما که وابسته به مکانیم، الان باید یه ماشین ما رو جابجا کنه، باید لباس بپوشیم، اونا لباس. خب در یک طیفی است که برای ما شناخته شده نیست، یعنی توی طیفی نیست که ما بشناسیم بگیم که جنسشون اینه. خب این بحث رو جمعش کنیم بریم سراغ من معنوی. حالا ما توی این ارتباط وحدت و اینام خیلی سوال میتونیم بکنیم، کسایی که دریافتایی داشتن، مسائلی داشتن، چیزای غیر از خود اتصال و ارتباط. خب و اصولاً یک مسئله‌ای که هست اینه که ارتباطات اصولاً ما رو آماده میکنه برای هر ارتباطی، ما رو از یه زاویه‌ای به مسئله وحدت و برار کمال متوجه میکنه. دقیقا شما ببینید که ماجرای خمیر رو در نظر بگیرین، تا زمانی که میاد چیزی میاد جوانه میزنه و خلاصه ساقه ای و بعد بار میده و بعد چیده میشه، یک مرحله است. بعد از اینی که اومد و نمیدونم آسیاب شد و خمیر شد خلاصه عمل اومد و شده شونه خمیر، تازه از حالا میفتن جونش و اینو ببینید چقدر شکل و چقدر این ور اونورش میکنن تا به یک ضخامت خاص مورد نظری در بیاد و تازه بعد از این باید بره تو آتش، باید بره توی تنور. تازه آتش می گریزی ترش خامی چون خمیر.
و اگر که این کار صورت نگیره، بستگی به نوع نون و کارهایی که براش تعریف شده، بیرونش میسوزه، مغزش خامه. لذا ارتباطات مختلف هر کدوم از یه زاویه ای میاد ما رو به ما یه پختگی میده، هر کدوم از یه زاویه ای، و این ارتباطاتمون هم زیاده و ارتباطات مختلف داریم، هر کدوم از یک زاویه ای این کار رو برای ما انجام میده. و بعد ماجرایی که یک ماجرا حالا هفت زیاد است، بحث رستگاری. خب اینو زیاد میشنیم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و به اصطلاح رستگار شدن. تازه این رستگار شدن آیا به اصطلاح یک مرحله از قضیه است که همون جوان زدنه. خب بعضیا دوباره ممکنه این مسئله رو پایان کار بگیرن، بگن خب ما که گفتیم لا اله الا الله دیگه تموم شد و رستگار شدیم. دوباره یک مطلبی هست، فرق تعریف رستگاری و به اصطلاح فلاح شدن در تعریف‌های عام و در تعریف‌های اختصاصی که ما داریم، یا در بحث به اصطلاح عرفان ماجرا فرق میکنه از این نقطه نظرم. اونجا تازه میگه تا جوانه بزنی، حالا جوانه زدی چی کار میخوای بکنی، تازه اول باز یک راهیست و تازه بار دادی تازه اول یه راه دیگه است، و حالا اومد شد خمیر و رفت و پخته شد، دوباره این شده نون، حالا چی کار میخوای بکنه؟ میخواد مورد ارتزاق قرار بگیره. ببینید اینا همه مورد ارتزاق قرار بگیره که چی بشه؟ دوباره میبینیم که یه بار دیگه ای در بینه، تا یک نفر دیگه شکمی سیر بشه، تا او به رستگاری و به فلاح شدن و اینها برسه. و همینجوری این ماجرا، یعنی بعضی چیزا ساده اندیشی هایی هم در دل خودش داره، میگه خب ما که گفتیم دیگه پس رستگار شدیم. و این ماجرا هم حالا خدمتتون عرض کردم به دنبال این مسئله که در این رابطه یه حضور ذهن داشته باشین تا بعداً باز هم صحبت به اصطلاح بکنیم. پس این ارتباطات مختلف هر کدومشون از یک زاویه‌ای ما رو وصل میکنه و یک جریانی رو در ما چیکار میکنه؟ به حرکت در میاره، و از اون حرکت یک مفاهیم و معانی برای ما چی میشه؟ باز میشه. خب سوالتون رو بفرمایید. عقل رو اینجا تقریبا چه حوزه تعریف میکنه و انتخابها توسط چه چیزی انتخاب؟ یه عقل داریم، عقل شناختیست. خب البته اینا تقسیم بندی های اینا اسکوزاری ما که در اونجا این بحث تشخیص و قیاس و ارزیابی قضای عقل خیلی مفصله. یک کلمه بگیم عقل خیلی مفصله. خب حالا یک چیزی رو که از اینجا ما داریم، این حرکتی رو که انا لله و انا الیه راجعون که متشکل است از تعداد زیادی تولد و مرگ، تعداد زیادی تولد و مرگ تو این حرکت، یه حرکتی است که ما رو به سمت جلو، یعنی این حرکت اینطوری ادامه داره و تو خودش این چرخه رو داره که ما رو جلو میبرن که ما به اصل خیش داریم چیکار میکنیم؟ باز میگردیم و
به ذات خودمون داریم مراجعه و رجعت میکنیم. به زور میندازنمون جلو. یعنی مرگ میاد چیکار میکنه؟ بل اجبار ما رو پرتابمون میکنه مرحله بعد. درست شد؟ این حرکت، حرکت ذاتی ما، این حرکت رو میگیم حرکت ذاتی. و به ذات خودمون، به اصل خودمون داریم رجعت میکنیم و باز به اصطلاح داریم میریم. برگشتی نیست، همش رو به جلو. مرگ میاد، مرگ اینجا یه برزخ بی ما بینش، در همه مرگ ها همینطوریه. همه مرگ ها از یک مرگ، یک برزخ و زندگی بعدی. یک مرگ، یک برزخ، یک زندگی بعدی. یک مرگ، یک برزخ و زندگی بعدی. استاد عزیز میخوام این حرکت طولی و حرکت عرضی هم یه توضیح بفرمایید، ممنون میشم. خب اون یه توضیحش یه حرکت عرضی که هر چیزی یا هر چیزی بالقوه در مثلا فرض کنید که یک جوانی زده میشه، این بالقوه چیزی رو درون خودش داشته که حرکت کرده، از بالقوه به بالفعل تبدیل شده. مثلا یک گندمو که میکاریم بالقوه چیزی رو درون خودش داره که این اونو به حرکت وامی داره. اگر اونو نداشته باشه که حرکت نمیکنه که. درسته؟ شما یه سنگو بندازش با یه گندم هم بغلش، این میروه چیز میکنه، اون به قابلیت بالقوه خودش رو به بالفعل تبدیل میکنه، سنگ نمیتونه این کارو بکنه. درسته؟ پس ما یه حرکت به اصطلاح عرضی هم داریم که شاید اینو یه خورده بحثش بدیم، همون حرکت جوهری است. این حرکت جوهری است که گفته میشه که در جوهره چیزی باید باشه. خب ما چیزی رو اینجا بالقوه دادن به ما، علم آدم اسماء کلها. درسته؟ بالقوه به ما دادن، ولی ما الان اینجا میگیم که نمیدونیم چی داریم، چی بلدیم، هیچی بلد نیستیم. در حالی که اونجا گفت که علم آدم اسماء کلا، همه علوم رو دادم، حتی علم خداییو. چون اگه وقتی میگه کلاها، بعد ما سوال میکنیم که علم خدایی هم دادی بهش؟ اگه بگه نه، میگیم پس کلاها باز کلاها نیست، باید جمع جورتر بشه. بنابراین داده، ولی الان میبینید که ما اینجا کلی مسئولات داریم. اگه داده پس چرا ما مسئول داریم؟ پس داده بالقوه هست، میخواد بره در انتها به بالفعل تبدیل بشه و در یه جایی به خلیفت اللهی که منجر میشه، اونجا ما دیگه داریم دسترسی پیدا میکنیم به اون، یعنی اون چیزی که بالقوه بوده داره تبدیل میشه به بالفعل، که گفتیم بعد از جهنم رخ میده. جهنم دوباره بحث اعراف و جنات و دیگه بقیه ماجراها، تازه ما اونجا خلیفت الله خواهیم شد. یعنی از یه سری امکانات الهی تازه اونجا برخورداریم و ظاهر شده. ولی الان اینجا ما چیزی هنوز به اون صورت نداریم. همه علوم همه انسان ها رو از بدو پیدایش تا انتها بذاریم رو هم، چقدر بلدن نسبت به هستی، نسبت به علم الهی؟ بله، به اندازه همه انسان ها، ابتدا شاید تا انتها. آگاهی به زلا انسان نسبت به آگاهی الهی، نسبت به شعور الهی، یک کسر کوچیکی رو به اصطلاح تشکیل بده. خب این هم از حرکت ذاتی که مرتب ما میمیریم زنده میشیم. و یومیتکم و یحییکم ثم یومیتکم و یحییکم، میمیرانیم زنده میکنیم، میمیرانیم زنده میکنیم و این ادامه داره. برگشت نداره. اگه دقت بکنیم تا انتها باید بریم، مگر در انتها که دوباره الست برب بکن ما بگیم نه، دوباره سیب درخت و دوباره و دوباره و از این ماجراها. حالا ما مردودین دوره های قبل هستیم. خب
مردودین دوره های قبل هستیم که یک بار لااقل، البته لااقل یک بار الست بربکم رو شنیدیم، لااقل البته، و متعالی های زندگی قبل هستیم که برزخمون رو طی کردیم، پریدیم تو زندگی خودمون. خب متعالی های زندگی قبل هستیم که برزخمون رو طی کردیم، اومدیم تو زندگی واقعی خودمون. درست شد؟ خب حالا اینا رو داشته باشین تا سر فرصت باز هم بیشتر راجع به صحبت کنیم. خب میان در مورد من معنوی، همزاد، و دیدیم که برای اینکه عدالت الهی جاری بشه نیاز هست که ما یک وکیل تسخیری داشته باشیم که بتونه در قبال ظلم‌هایی که ما کردیم و بدهی‌هایی رو که بالا آوردیم ما رو به اصطلاح با دیگران پیوندی منطقی بده و بتونه این قضیه رو حل و فصل کنه، وگرنه از یه جایی هیچ کس نمیتونست عبور کنه، چون همه دستشون توی یقه همدیگه بود و اگر این پیشبینی نشده بود هیچ کسی نمیتونست از این مرحله قیامت عبور بکنه. از قیامت کسی عبور نمیکرد، چون همه ظالم، همه یقه‌هاشون تو دست یکی بود. خب خدا هم که مداخله نمیکنه، از جانب کسی دیگر رو نمیتونه ببخشه، عدالتش حکم میکنه که اینجوری باشه. لذا هممون همینجوری مثل یک مش زندانی که پاهاشون به پای همدیگه بسته شده، همجوری همدیگه رو بروبر نگاه میکردیم و گیر بودیم. این یک مطلب. مطلب دیگه حکمت الهی است. حکمت الهی حکم میکنه که ما به مزد اشتیاقمون برسیم. درست شد یا نه؟ شما اشتیاقی داشتین که ای کاش من به یکی میتونستم کمک کنم، ای کاش من میتونستم درد یکی رو دوا کنم. چرخیده یه نفر رو سر راه شما قرار دادن، اون من معنویش مأموریت پیدا کرده که سر راه شما توی صف نونوایی قرار بگیره و حالا شما اصلا نمیدونید چرا راجبه همچین چیزی صحبت کردید، خودتونم نمیدونید، و بعد آره اینجوری اونطوری اینطوری، یه دفعه میبینید که شما مزد اشتیاق چند سال پیشتون رو گرفتین، یعنی دعوت شده هستین. به عبارت دیگه هیچ کس نیست که دعوت نشده باشه. توی بحث در مثلا انجیل، در نمیدونم جای، حتی در همه کتب مقدس بحث این است که بحث دعوت شدن هست. یه عده فکر میکنن که دل بخواهی است، یعنی اول از خدا مثلا یکی خوشش میاد، یکی بعدش میاد، بعد میگه تو بیا تو نیا، اینجوری نیست. این ماجرا اتوماتیک هست و ما هر روز سر راه همدیگه به نوعی قرار میگیریم که منهای معنوی ما دارن این کارو میکنن. یه جایی به اصطلاح ما توی چیز قرار میگیریم که میبینیم اصلا راجع به این موضوع چرا صحبت کردیم، اصلا چطور شد سر صحبت باز شد. دقت میکنید چطور شده که سر صحبت باز شده ما نمیدونیم بفهمیم، و در واقع اون من معنوی ما وظیفه داره. یه دفعه میبینه که مأموریت پیدا میکنه، من سر راه شما قرار میگیرم، شما من مأموریت پیدا میکنه سر راه ایشون قرار، سر راه اینطوری. و ما حکمت اینجا، حکمت الهی تحقق پیدا میکنه. به عبارتی ما ضمن اینکه داریم میریم جلو، اختیار خودمون رو داریم، در عین حال مجری های حکمت الهی هم هستیم، ولی نمیدونیم که چطوری. اون من معنوی ماست که داره ما رو هدایت میکنه. باور بکنید من یه جاهایی قرار گرفتم، یه جایی مثلا تو اتوبوس، هواپیما، فلان، یه دفعه طرف برگشته بدون اینکه یه سوالی کرده که من اصلا همجوری موندم، چطور شد که این سوالو از من کرده، رو چه حسابی این سوالو از من کرده. خب بعضیاش اونقدر عجیب غریب بوده که حد و حساب نداره. یه دفعه برگشته من گفته که
من یه پسری دارم مشکلاتش اینجوری اینجوری اینجوری، یه دختری دارم مشکلاتش اینجوری اینطوری اینطوری، میتونم که اصلا اینا رو چرا باید به یه غریبه بگی؟ چرا باید مثلا تو برگردی این صحبت‌ها رو من بکنی که منم متعاقبا و متقابلا یه چیزی رو بگم به این صورت؟ یعنی این ماجراها رو ما حواسمون نیست. اگر برگردیم به گذشته نگاه بکنیم میبینیم که چقدر مسائل و ماجراها پشت سر هم ردیف شده، یک مواقعی حتی یه سری کار ما نمیشه، هر چی زور میزنیم اون کارهای ما نمیشه و در اون لحظه منفجر میشیم چرا نمیشه فلان بیسه اختلاف تا بعدن که نگاهش میکنیم میبینیم که اگه ما این شده بود از این راه رفته بودیم دیگه از این راه نه تو این راه نبودیم یا تو این راه نبودیم اصلا یه چیز دیگه میشد. توجه میکنید؟ و من خودم حالا البته همه دوستان از این تجارب امکان نداره که این تجارب رو نداشته باشه. خب من خودم برمیگردم نگاه میکنم میبینم که خب مثلا فرضون اگه این یکی که من اینقدر اصرار داشتم این قضیه که بشه چقدر براش این در اون در میزدم اصلا به طور عجیبی نمیشد، اگه شده بود اصلا ما یه مسیر دیگه رفته بودیم، اصلا به طور کلی اصلا قضیه چیز دیگه شده بود. بنابراین یک عده‌ای ممکنه روی ماجرای سرنوشت و این مسائل اگر اینها رو ما خوب چیز نکنیم برسیم به جبر، دوباره اون ماجرای عروسک خیمه شب بازی پیش بیاد. ولی دیدین که در یه جایی ما مؤکداً ردش کردیم، گفتیم اصلا سرنوشت بی سرنوشت، تقدیر بی تقدیر، اصلا اینو از گوشمون در بیاریم بیرون، ما مسئول کار خودمونیم، درسته؟ و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، تمام شد. اما یه جایی میایم ببینیم که ماجرای حکمت الهی ضمن اینکه من مختارم کارمو دارم انجام میدم تو همین مسیر این مسیر اون مسیر فرق نمیکنه، پول دست من باشه نباشه، قدرت دست من باشه نباشه، گدا باشی بالا باشی پایین باشی، هی داری امتحان میدی، در موقعیت خودت داری امتحان میدی نسبت به وضعیت خودت. لا نکلف الله و نفسا الا وسعها، ما نسبت به وسع خودمون در هر لحظه داریم آزمایش پس میدیم، منتها میبینی که منو در عین اینکه مسیر خودمو میرم اختیار خودمو میکنم طوری قرارم میدن که ایشون به اون مسئله که گفتیم حکمت الهی در مورد ایشون جاری بشه، یکی رو سر راه من قرار میدن که حکمت الهی در مورد منم جاری میشه و همینطوری یک سیستم عجیب غریبی که تصورش هم برای ما غیر ممکنه. دقت میکنید؟ بنابراین یه صحبتهای پیش میاد، یه قضایای پیش میاد و مسائلی که یک جایی میگه که تو تیر ننداختی اون انداخت، توجه میکنید؟ و میبینیم که حالا دست من وسیله‌ای بود در خدمت حکمت الهی. میگن خدا وسیله سازه، درسته؟ خب وسیله سازه یعنی خودش نیست که نازل بشه بیاد دست منو بگیره بذاره اینجا بگه خب بیا این حکمت من، باید چیکار کنه؟ خودمون رو و مجموعه ای رو چیکار بکنه؟ اسباب وسایل رسیدن ما به اشتیاق ها و نمیدونم مسائلمون، حالا یا اشتیاق مثبت یا اشتیاق منفی، جفتش پاسخ میخواد دیگه، درسته؟ ببینید که خلاصه همپالکی ها چقدر خوب همدیگر رو جذب میکنن، چطوری همدیگر رو خوب میکشونن میبرن اونجا. و در واقع این بخش بخشیست که من معنوی ما بین ما و خدا کاملا بیطرف و ولی و یار یه چیز دیگه آسیستان یک چی میگن؟ یک عنصری است که در واقع بدون اینکه طرف ما رو بگیره یا طرف اونور رو بگیره اصلا کاری به طرفداری نداره، ولی داره دستیاری میکنه تا حکمت و عدالت جاری بشه.
حالا در بحث تعریف نفس و اینها که اومدیم متوجه میشیم چه بخش‌های پیچیده‌ای داریم. خلاصه کلام این موضوع موضوع بازی نیست. وقتی میگیم حکمت کلی ماجرا داره. حتی این مسئله از ابتدا با ما شروع شده، در این زندگی قبلی بوده، در اینجا هست، در زندگی بعدی هست و در یک جایی هم از ما شفاعت هم میکنه. شفاعت هم میکنه یعنی همون دفاع، همون دفاعی که در مورد چیز هست، ولی در یه جای دیگه تمومه، دیگه میگه هیچی، فقط خودم هستم، غیر از من یار و یاوری پیدا نمی کنید. ولی تا یه جای قبلش میگه که آره به اصطلاح ملائکه هم حتی شفاعت میکنن. حالا بحث ملائکه شفاعت میکنن چجوری چیه، دوباره شفاعت همینه که کمک کنن این موزله حل بشه، موزله که گرفتیم. و چون جهان هستی میخواد وحدت خودش رو حفظ کنه، لذا جهان هستی خودش یه مدافع ما هم هست، اونم یک مدافع هست. اینا پله پله میان و هر پله ای این هست، پله بعدی دیگه نیست و در انتهای پله انتهایی دیگه کسی جز خودش نیست. لذا اونجا میگه جز من شفیع به اصطلاح ندارین. این کجاست؟ این روی یک جایی است که دیگه اینا تموم شده، همه کارا شده، در انتها کی یار و یاوره؟ نه من مولا، بله، و دیگه بهترین یارتون، بهترین وکیلتون نعم المولا و نعم الوکیل، و بهترین وکیلتون خودم هم. اون وکیلتون بود تا اینجا بود، وکیل تسخیریتون بود تا اینجا، از حالا بعد نعم الوکیل و نعم المولا، من بهترین وکیلتونم، خودم هم. روی جنسیت دوباره کلن جنسن آگاهیست، اون چه که از در نهایت آگاهی است. منتها اگر شما چیز بکنید که الان جنسیتشو الان میگیم آره اینه، خب مسلما هم چیزی مثل موضوع جنه. ما شناختی از جنسیت اونها شاید هرگز نتونیم به دست بیاریم. خب برای اینکه اون جنسیت برای ما غیر قابل درک و دسترسی و فقط از یک آثاری میشه پی به وجودشون برد، از یک آثاری میشه پی به وجودشون برد. خب این تا اینجا این تعریفایی بود که کلن از این قضیه داشتیم. و دوباره یکی از مسائل دیگرش که شاید در بعض جاها به عنوان استاد درون، استاد حق، نمیدونم این مفاهیم صحبت میشه، یکی از تعبیرات توی بحث استاد ازل، چون استاد درون ما هم هست و هم ازلی است و هم ابدی. خب ازلی و ابدی، یعنی ما خودمونم ازلی و ابدی هستیم. از این ماجرایی که اینجا هست بحث ازل و ابده، به خاطر از نقطه بالا چون در لازمانی است ما شروع و خاتمه نداریم، لذا اون چیزی که شروع و خاتمه نداره از نظر ما شروع داریم و خاتمه داریم، اما از نظر اونجا ما شروع و خاتمه چه معنی میده؟ هیچی. لذا ما ازلی و ابدی هستیم، اونم ازلی و ابدی است. لذا استاد ازل میتونه به اون هم اطلاق بشه. خب حالا میاد و این استاد، این به اصطلاح استاد و این به هر حال هر چه که هست در جهت کمال ما، در جهت اهداف کمالگرایانه ما هم اقدامی میکنه که رأساً انجام میشه، ما خبری ازش نداریم. مثلا فرض کنید که به خواب شما اومده، مثلا ایشون میفرمایند که 12 سال پیش منو در خواب دیدن، ما دعوتشون کردیم. یا اگه الان سوال بکنیم چند تا از دوستان این ارتباطو قبلا دعوت شدن، این دعوت ازشون به عمل اومده؟ خب بله، ببینید در حالی که 12 سال پیش
نه ما شناختی داشتیم نه چیزی بوده، ولی این من معنوی از اونجا دیگه بر اساس حکمت و مسائل مختلفی ارتباطشو با ایشون برقرار کرده و الان هم شما هم از حالا بعد این تجربه رو میکنید، میبینید که کسی میشون میگه که من شما رو 15 سال پیش تو خواب دیدم، به من گفتی بیا اینجا اینجوری اینطوری اینطوری اینطوری، در حالی که ایشون خودش یک مدتی اصلا اومده تو این ماجرا. حالا ببینید که اینجا یه نکته ظریفی هست، نمیدونم میتونم بهتون برسونم یا نه. با همون لباسی که دیدیم بهتون برسونم. بله. خب حالا الان ایشون خودشون یه مدتی اومده، ولی یکی بیاد به ایشون میگه که من 15 سال پیش شما رو تو خواب دیدم، دعوت کردی از من که بیام جو، الان شما رو دیدم یادم اومد که این اونه. حالا بله توجه میکنید اونها در واقع اون من معنوی ایشون، ببینید چقدر الان یا عقب میدونسته، اطلاعات رو داشته تو این مسیر، به خاطر اینکه حکمت الهی برقرار بشه مأموریت هایی رو که بهش دادن اجرا کرده. ببینید اون بحث پیشرو و پیشاهنگ و کسی که جلوتر میفته و نمیدونم این حرفا، شاید یک بخشش هم در واقع به همین مسئله هم چه بشه اطلاق بشه. خلاصه در طول مسیر زمان این بدون در نظر گرفتن سلسله مراتبی که ما میشناسیم میتونه به کار گرفته بشه، مأموریت پیدا بکنه، بره مأموریت‌های انجام بده که ما در انتها ببینیم که به کمال رسیدیم یا به کمال رسوندیم، یا حتی بعضی موقع‌ها ما یکی رو به کمال وسایلش فراهم می‌کنیم، اون به کمال رفته، ما خودمون پرتاب می‌شیم میریم یه جای دیگه، مسیر دیگه رو می‌گیریم، یعنی اونو به کمال رسوندیم ولی خودمون یه جای دیگه رفتیم. بعضی موقع ما شاهد شدیم یکی عامل شده که یه نفر بیاد اینجا خودش هم باش اومده بعد اون خودش رفته، درسته یا نه؟ یعنی ببینید چه ماجراهای عجیب غریبی، یعنی فقط مأموریت پیدا کرده که اینو بیار بذارش اینجا خودش بره، یا حالا نه اینجا کلن در همه قضایا به این صورت. خلاصه از حالا این تجربه رو ما پیدا میکنیم که منتها به صورت آگاهانه و به صورتی همچین ملموستر که ما اهداف معنوی پیدا بکنیم تا من معنویمون هم در جهت مأموریت های معنوی به کار گرفته بشن، چون اهداف به اصطلاح شر و اهدافی که به طور کلی در حیطه شر دور میزنه اون منها هم شروع میکنن به پاسخ شر رو دادن، نقیض له شیطانن فهو له قرین، اینه که این منها هم چیز پیدا میکنن، مثلا یک چیز تمایل داره که ای کاش من مثلا میرفتم کازینو، جور میشد که ما بریم کازینو، یه دفعه اینه که هم داریم اینا با هم در چیزی قرار میگیرن، جریانه قرار میگیرن که این یه دفعه اینه که چقدر ساده انجام شد و توسط کسانی. حالا اون منهای معنوی اونها وسیله پیاده شدن شر میشن. خب یه نفر که مایله نمیدونم یه سرقتی انجام بده، اون هم میره تو صف نونوایی، یه دفعه اینه طرف برمیگرده میگه که بد نبود ما میتونستیم مغازه بزنیم و یه جایی رو میزدیم، یه طلا فروشی، یه بانک، یه چیزی. صرف بدونه که ترس و واهمه داشته باشه برمیگرده این حرف رو به اصطلاح بهش میزنه و میبینه که یه شریک، یه یار پیدا کردم یه الان. خب به این نمیان، هیچ وقت کسی بر نمیگرده میگه که عرفان راستی عرفان چیه. من یه جای برگشتن توی مسافرت، یک برگشت من گفت که آقا عرفان چیه؟ من همینجوری بهش نگاه کردم که چرا باید این سوال و این بیاد به این وضوح از من سوال بکنه. من خودم همجور دقایقی فقط تو این فکر بودم که
چطور شده که ایشون بدون این شناختی، بدون این درکی؟ آخه معمولا آخه این سوال عادی نیست که آدم برگرده از یکی بپرسه بگه که عرفان چی؟ درست میگم یا نه؟ این سوال غیر عادیه. و حالا از این سوال غیر عادی من زیاد برخورد کردم و حالا شما هم حتما برخورد کردید. خب میبینید که به همین غیر عادی بودن اون هم که همچیده یه دفعه یارو برمیگره میگه که یک مغازه رو چطوری میشه زد؟ یه طلا فروشی رو چجوری بهترین روش نمیدونم؟ یه دفعه اینه که اونم به همین صراحت یک کسی رو جز میکنه، دو دقیقه بعد با هم همکارن برداشت هم نشستن دارن نقشه میکشن. یعنی اینها به هم طبق حکمت الهی باید به اشتیاقشون برسن، چه خیر چه شر. اون چه که از پایین بازتاب هست ما میگیم بازتاب برمیگرده، حالا بازتاب میخواد به عمل در بیاد، به فعلیت در بیاد. رفته بالا یه تششوه میاد پایین، حالا میخواد به فعلیت در بیاد. چجوری باید به فعلیت در بیاد؟ باید بیاد روی ماها پیاده بشه، ما سر روی هم قرار بگیریم و بعد از اینکه سر روی هم قرار گرفتیم اون تحقق عملی قضیه رو پیدا کنیم. خب همزاد مثبت داریم، همزاد منفی داریم. توی نفس تعریف میکنیم، توی نفس تعریف میکنیم این ماجرا رو، ولی یکیست. منتها شما چه بازتابی میخوای یا ابالا چه بازتابی میاد، هم این پاسخ رو میده هم همزاد. توجه میکنین هر دوتا چیز رو میتونه اجرا بکنه، مأموریت رو میتونه اجرا بکنه. بله. خب اجازه بدین ارتباطش رو برقرار بکنیم، من توضیح میدم خدمت. خیلی ممنون، متشکر. این ارتباط پیام هایی رو میده که مسائل معنوی ما رو به صورت خاصی پیگیری میکنه و در واقع برای افراد معمولی این بخش مثبت در اغما به سر میبره. یعنی خواب اهداف معنوی رو به اون صورت، چون ما اهداف معنوی نداشتیم اونم در اغماست، ولی این یک پالسه که ما در جهت شعور الهی، در جهت رحمت الهی در حرکت هستیم و در واقع تحریکی است روی این بخش که از حالا بعد می‌بینیم که به صورت مشخص‌تری، خصوصاً از نظر اینکه ما به پاسخ سوالاتمون برسیم، ارتباط با استاد درون، اینها رو کمک می‌کنه که حالا تجربه می‌کنیم، خصوصاً روی این موردی بخشش که حکمت الهی است که دسترس ما خارجه، اون هیچی، ولی یک بخشایش هست که ما در واقع مثل همین سوال و جوابی که میگم، مثل خیلی از این مسائل رو به ما کمک میکنه. کسایی که تو این زمینه تجربه، تو این مدت تجربه کسب کردن، خب این دختر من سالها ارتباط اینا میگرفت، یکی به اومد بهش گفت که من تو هستم، با تو به دنیا اومدم و با تو هم هستم. بعد بله. گفت من اینو میدیدم اصلا دهن نداشت، ولی اینو با من گفت که من ولی با تو به دنیا. سمبولیک هست، وگرنه نه صورتی داره نه هیکلی داره، به صورت سمبولیک در واقع هست. حالا ممکنه به شکل‌های مختلف ارتباط برقرار بکنه، البته دیگه بعدش با رعایت یه سری مسائل، یه سری ممکنه هست وقتی موجودات غیر ارگانیک و اینا هم باید مطمئن باشیم، خصوصیاتی که هست و مسائلی هست شناخت داشته باشیم، بدونیم که من معنوی، استاد معنوی فقط در زمینه کمال با ما کار داره. یه وقت اگه دیدیم یه چیز دیگه شد و این حرفا، معلومه که بعضی که عنوان میکنن که با من معنوی شما ارتباط میگیرم، من اینو اصلا متوجه نمیشم. اگه ما اشتیاق داریم، من معنوی ما در هر مرحله اونقدر قادر هست که جواب اشتیاق ما رو زمینه سازی بکنه، بعد اینکه با شما ارتباط میگیرن، یعنی چجوری تو ذهنشون میگذرونن که حتما من معنوی شما بیا جواب سوالشون رو بده؟ ببینید این یعنی مسئله است که ما در اصل ارتباطمون بایستی با شعور الهی باشه، در اصل اصلا به چیز غیر از این هم زیاد متمایل نشی، اما در جز به عنوان تجاربی
نه به عنوان اصل. الان مثلا ما لازمه من معنویمون رو بشناسیم، اصلا ببینیم هست نیست، یه اینجور چیزهایی. دست به یه آزمایش هایی میزنیم، نه دیگه کارمون بشه به اصطلاح این به این شکل باشه، چون خود اینم دوباره اشکال پیدا میشه توش. ما از اصل به فرع افتادیم. درسته استاد حقه و داره خود، حالا تازه خودش هم یک مترجمی از همون آگاهی بالای ترجمه رو، آخه اینا بحثای مفصلی داره، آگاهی که از بالا میاد آخر دفعه به زبان ما ترجمه میشه، اون ترجمهش میکنه، چون اصلا به زبان ما نیست. نمیدونم بعضی دوستان تجربه رو کردن یا نه، که آگاهی که گرفتن به این زبان نبوده. درسته؟ چند نفر داریم این تجربه رو کردن؟ خب حالا سطح سطوح آگاهی یه بار اشاره، حالا به این صورت ببینید، این میاد پایین، یک بار کلامه. خب اینو توضیح کلامه. خب به این کلامه، یک بار به اصطلاح فکره که مساوی با مثلا چند تا کتاب در آن واحد. خب و درکه، مثلا ما سیب نخورده باشیم یه دفعه ما رو به درک این برسونن که سیب چیه، مثلا وحدت. ببینید سطح و سطوح مختلف داریم روی این مسئله و خلاصه کلام ما بین اینها هم چیزهایی دوباره وجود داره و در انتها میبینیم که این فکر اگر اومده، چون این هم خودش طبقه بندی بشه، به این زبان ما نبوده، این اومده یه دفعه میبینیم که ما به زبان خودمون چیزی داریم. این همینطور اومده میبینیم که ما به زبانی که میفهمیم داریم یه حرفی میزنیم، ولی زبان ما با زبان بالاتری همخوانی که اینجوری نداره، که این الفبا قرارداد ماست، ما با هم قرارداد گذاشتیم اینطوری. انشامون غلطه، انشامون درسته. مثلا من مطلب هست که اومده به اینجا که اومده به اصطلاح اومدم بنویسم، ده چندین بار اینو نوشتم، اینم که اون نیست که گفتن، ولی دیگه آخر دفعه خود دیگه انشای من از این بهتر نمیشه. مثلا فرض کنید که آزمایش آخر، خب همین راجب خلیفت اللهیمون که برای جهنم و ایناست، مطلبی که اومده تحت عنوان حالا ما اسمیم و خدا گفت و این از ابتدا تا انتهای ماجرا رو توی یه اینجوری گفتن، من نمیتونم جمعش کنم و آخر دیگه مجبور شدیم که بالاخره با بیان خودمون، با انشای خودمون بیایم اینا رو مطرح بکنیم، ولی مطالبش که نمیدونم چطوری. و آزمایش آخر نمیدونم چی تمام این مطالب به این صورته، یعنی در یک چشم هم زدن شما فکر کنید که مطالب یک کتابه. حالا این کلام ما، انشای ما، ابداع ماست. خب ابداع خداوند نیست که، ابداع ماستی که به این بگیم این، به اون بگیم اون. نحوه چیدن نمیدونم اسم و فاعل و صفت و فلان و ما قرارداد بستیم، میتونستیم یه جور دیگه قرارداد ببندیم، کما اینکه بعضیا صفت رو جلو میارن، جلوی اونو بعضیا بعد از اون میارن، بعضیا اسم اونجوری میارن، بعضیا فعل رو اول میارن اونو اونجوری میارن، بعضیا تو بعضی زبان ها خب اینا چیه، سلیقه ها و قرارداد های اون ملل و ملت ها بوده. بنابراین این ترجمه ها رو این هم توش بسیار نقش داره. حالا به عنوان یک تجربه، به عنوان یک آشنایی، ببینیم ما الان اتصال های مختلف میگیریم، الان گفتیم چیه، زاویه های مختلف رو داریم امتحان میکنیم. به عنوان تجربه ای از این تجارب بله، اما به عنوان یک اصل خیر. دقت میکنیم به عنوان یک اصل نه، اصل مبدع ما، اصل منبع همه آگاهی ها، منبع همه چیزها آخر دفعه کجاست؟ اونجاست.
ولی به عنوان مقطعی که طی بکنیم، چیزایی که تجربه بکنیم، با کم و کیف ابعاد وجود انسان آشنا بشیم، ببینیم ما چه قابلیتایی داریم، باید این کورس‌ها رو بگذرونیم، این چیزها رو تجربه کنیم. میخواستم ببینم چرا نوع ارتباط من معنوی افراد با هم فرق میکنه. فرض کنید ایشون شما رو تو خواب میبینن، من معنوی شما میاد تو خوابشون، یا من مثلا از طریق همسایه مثلا که قبلا اصلا نمیدونم چرا رفتم اونجا نشستم، بعد از طریق ایشون مثلا من تونستم این کلاس رو پیدا بکنم، غیر مستقیم به قول معروف. چرا مثلا میخوام ببینم نوعش چرا عوض میشه؟ بله ببینید، این مسئله که این ماموریت رو انجام بشه به بی‌نهایت فرم داره طراحی میشه. خود شناخت این قضیه پرده از یک راز و یک اعجاز عجیب غریبی باز میکنه، که یعنی تازه ما میفهمیم اصلا هوشمندی رو هنوز نشناختیم. یعنی شما حسابش رو بکنید که الان پشت سر ما چه چیزایی در کاره، شما دیگه ببینید که عظمت این وجود چقدر بیشتر میشه. توجه فرمودید، ما الان پشت صحنه رو نمیبینیم، این روی صحنه است. پشت صحنه این منها الان با چه کسانی در آن واحد ده ها جا، صد ها جا الان هستن. خب ببینید چه اجازی در کاره. پس شناخت این قضیه پرده از یک راز بزرگ بر کنار میکنه، که اونم اعجاز بزرگی رو به نمایش میگذاره. یعنی هنوز این صحبت است که ما اعجاز خودمون رو نمیشناسیم، یا بحث وقتی میگه خودشناسی، این جدا خودشناسی است. حالا میخوای خودتو بشناسیم، اینه که ای بابا تو این بخش هم داری، اونم داری، اینجوری هم هست، اونجوری هم هست، اینجوری هم هست. حالا تازه اینا همه به کنار، روح دوباره بحث روح هادی، دوباره یه ماموریت دیگه، دوباره همینجوری بحث‌های مختلف پیش میاد. بعد از اینجاست که یه دفعه آخر عاقبت ما اون عجزی رو که باید برسیم، یا به اون حیرتی که بخوایم برسیم، که جفتش منجر به چی میگن، حالا گفتیم خداشناسی، منجر به اون خداشناسی و اون شناخت خدا میشه، تازه پیش میاد. ما هنوز به حیرت ممکنه نیفتاده باشیم. چرا؟ چون خب وقتی چی داریم ندونیم، رو چه چیزی به حیرت بیفتیم. ولی وقتی دونستیم تازه به حیرت میفتیم. وقتی به حیرت افتادیم آغاز یک ماجراهای بزرگی است. لذا رب به زدن تحیرن، خدایا حیرتمو زیاد کن. دوباره اینا این ماجره هاست که ببینیم چرا و چطور. چون ما خودمون عملا پی بردیم به نقش حیرت، نقش حیرت در کمال. یعنی این موجود باید قابلیت حیرت، اون ناظری که گفتیم باید قابلیت حیرت، به حیرت افتادن داشته باشه، که جز طبعات عشق. اگه به حیرت نیفته، به تعجب نیفته، طبیعتاً به انگیزش نمیفته، به این مطلب نمیرسه که چرا، چگونه و خلاصه. آخر یه چیزی که ما رو قراره به او، به سمت او باعث بشه که ما تمایل پیدا کنیم، همین حیرته. خب بفرمایید. میخواستم نه این معنای معنوی میتونیم یه به یه نوعی بگیم که میشه پیشگویی هم بکنم، یعنی از علم غیب برای ما خبر بدم، پس به چه صورت میشه؟ اصلا ببینید بخش معنوی، حالا ما الان راجع به چیدن گفتیم که امین دو طرف هستن، امین دو طرف هستن و به اصطلاح این کار رو نمی کنن. چون این کار رو اگر بکنه میشه نقض ماجرایی، میشه اینطور که قبول کردیم، لذا این کار رو نمی کنن. از چطور از 12 سال پیش؟ خب اینم یه نوع 12 سال پیش دعوت کرده، پیشگویی که نکرده، یعنی فقط در همین مورد، فقط دعوته، فقط نقش دعوت رو. چون که ماجرا همه به همه جا دعوت شدن، اونم که تو کازینو دعوت شده، اونم دعوت شده، اونم که تو مسجد دعوت شده، اونم که تو کلیسا دعوت شده، و اختیاراتشون
و دعوتشون. این مسئله دعوت جز یکی از ارکان به اصطلاح ارکان اصلی همه ادیانه که صبر دعوت شدن میکنه. ببخش استاد، سوال دومم این بود که این ارتباطی که شما الان گفتین برای من معنوی الان ایجاد کردیم، من خودم شخصا فکر میکنم دو سه تا خانمای دیگه هم شدن، یه سنگینی های خاص ایجاد شد، این در اثر چی بود؟ ببینید، ما تو ارتباطاتی که پیش میاد در هر ارتباطی موانع، یکی از دلایل اینکه ارتباطشو میگیریم اینه که موانع سر راهشو ما برطرف بکنیم. لذا خیلی از ارتباطات ما ممکنه با یه حالتهای نابسامانی رو به راه باشه، اولش نابسامانی بیاره و اون موانع رو بزنه کنار، بعد از اون که فعال شد، فعالیت شروع شد، درست شد؟ علتش اینه. حالا ببینیم که بعدش چطوری میشه و بعدش احساسای خوبی پیش میاد. ارتباطمون ساعت خاصی داره؟ میتونید داشته باشین. نه، این استارت خورد، این استارت خورد. شما لازم نیست ارتباط خاصی براش بگیرین، ولی اگه دوست داشتین میتونین داشته باشین. میتونید ببینید هر زمان میخواد میتونید، خود به خود لازم نیست، چون این از اون ارتباطایی بود که فقط استارت میخواد. ولی شما برای اینکه اگه بخواید روش کار بکنید داشته باشید، بازم نمیدونم چی کار بکنید، میتونید ساعت بذارید، میتونید دنبال بکنید، دست خودت. وحدت رو ما اینجا گفتیم، اینم باش همراه کنید، ولی ارتباط وحدت یه ارتباطه، این یه ارتباط دیگه است. شما ضمن صحبتاتون فرمودین که ما ازلی هستیم، در ما ازلی هستیم، در صورتی که در سوره الرحمن در قرآن اومده کل علیه فان. بله، کل شیء هالک الا وجهه. ببینید، ما از نقطه نظر خودمون فناپذیریم، از نظر ناظری که از بالا نگاه کنه، چون تقدم و تأخر ما از نظر خود، ما که میدونیم که دو روز دیگه از این مرحله باید بریم، و از این نقطه از نظر خودمون که میدونیم، اما از نظر یک زاویه یک بالاتر ما تقدم و تأخر مفهوم نداره، ازلی و ابدی هست. وقتی الهی راجعون هست، اصلا این ناظر، این ناظری که قراره کمال رو تجربه کنه باید بنا ناپذیر باشه. خب توجه بفرمایید، ناظری که اینجا هست باید بنا ناپذیر باشه تا کمال معنی بده. اگه من فنا پذیر باشم کمال به چه دردم میخوره؟ یعنی الان میگم خب من به کمال رسیدم و بعدم به درد میخوره که. باید ناظر، یکی از مشخصات ناظر که تعریف میکنیم فنا ناپذیری است. لذا اونه که شما فرمایید بحث مرکبه، جسمه، اونه که راننده است و ماجرای نفس رو که تعریف بکنیم، اونه که راننده است اون فنا ناپذیره و داره میره که الیه راجعون رو در واقع تجربه بکنه. ببینید، ما قابلیت عشق رو در ما پایه‌ریزی کردند، ما قابلیت فهم و درک رو داریم. تو ماجرایی که تعریفی که از میکنیم از خودمون، اونجا باید صحبتشو بکنیم. ما قابلیت اینو داریم که در این ناظر که داره میاد میبینه و تشخیص و غیره و این حرفا رو میده که چندین نوع عقل هست، در قبال اونها واکنش‌هایی رو نشون بده، مثل حیرت، مثل تعجب، اینها که در نهایت عقل انگیزشی رو ما داریم. عقل انگیزشی عقلی است که به دنبال حیرت افتادن ما میاد، میخواد پاسخ بده به اون بخش. دقت فرمودین؟ شما الان به یک موضوع عجیب غریب بر میخورید، به حیرت میافتین. چند جور واکنش بعد از حیرت میتونیم نشون بدیم؟ یکی بلافاصله به یک انگیزشی میافته و میشینه راه حل ارائه میده، میگه حالا که این در من این انگیزه رو کرد، من الان میرم این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. یعنی عقل انگیزشی اینجا وسط میاد. یکی به حیرت میافته، بعد یه دقیقه دیگه میگه خب حالا باشه، حالا تا فردا ببینیم که
چیکارش بکنیم حالا تا پس بردا تا یه هفته دیگه بعدم تمام میشه. ولی اون عقل انگیزشی میاد به اصطلاح انگیزه رو که اون چیزی رو که ایجاد کردیم پاسخ براش پیدا میکنه و اینو میگن که فلانی انگیزه داره فلانی بی انگیزه است. درست شد یا نه؟ این خود انگیزش و انگیزه خودش برای خودش پردازش ویژه داره، پردازش خاصی داره که با مسئله صرفا تشخیص دیگه فرق میکنه. درست یا نه؟ لذا بعضی دارن انگیزه رو و یعنی انگیزه چیزه 1 2 3 4 یکی نداره. عقل انگیزشی اینه که گفتم ما عقل های زیادی داریم به این صورته. ولی خب ماجرای دیگه که ما داریم که مجموعاً من رو تشکیل میده یا به عبارتی نفس رو تشکیل میده حالا اینا بسیار مفصله. خب همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.